هممیهنان عزیزم، نمایندگان رسانه‌های فارسی زبان، دانشمندان و متخصصین محترم، خانم‌ها، آقایان، در 40 سال گذشته همواره به فکر بهبودی وضع کشورم بودم. از جمله دستاوردهای بزرگی که ما در جستجوی یافتن بهترین راه برای رسیدن به دموکراسی و قانونمندی در ایران داشته ایم، درک اهمیت نقش علم در ساختن جامعه مدنی است. برای انجام این مهم به فکر استفاده بهینه از دانش و دانشمندان و متخصصین برای بازسازی ایران افتادیم. در این تلاش های بسیاری از جانب فریختگان ایرانی انجام شده است. من پس از مشورت با گروه بزرگی از آنها، سرانجام سال گذشته از دکتر علیرضا کنگرلو، دانشمند برجسته کشورمان، خواستم تا گروهی از دانشمندان و متخصصین خوشنام را به عنوان بنیانگذاران یک سازمان پژوهشی علمی گرد هم آورد تا دانش خود را وقف پیدا کردن راه حل‌های مختلف برای بازسازی کشورمان کنند. در یک سال گذشته انجام شده و امروز با سپاس فراوان از زحمات این گروه بسیار شادمانم که تشکیل گروه اقونوس را در اینجا رسماً به هممیهنانم اعلام کنم. اقونوس یک ابتکار برای توانمندسازی جامعه مدنی ایران است. اقونوس برای پاسخ به یک نیاز تاریخی که همانا نهادینه سازی علم و برهان در همه تصمیم گیری های آینده کشورمان است تشکیل شده است. فقدان نهادهایی مانند اقونوس در تاریخ معاصر ما به رشد توهم و خرافه و موفقیت دشمنان ایران در توقف مسیر رشد اقتصادی و اعتلای فرهنگی جامعه ما منجر گردیده است. امیدوارم تشکیل این سازمان باعث این شود که تمام دانشمندان متخصص و کاردان علاقه‌مند به خدمت به ایران در این تلاش به اقونوس بپیوندند. اقونوس میتواند توانایی‌های علمی را با ارائه طرح‌های موجز و کارشناسی شده برای ایرانیان ارائه دهد و از این راه یک بار دیگر به جهانیان نشان دهیم که ایران ملتی توانا، آزاده، سربلند و خواهان دوستی با همه ملت‌های دنیا هستند. یقین دارم اقونوس میتواند بسیاری از مسائل جامعه‌ای که در آن همه افراد بتوانند قابلیت‌های خود را برای ساختن یک زندگی شاد و پربار به کار گیرند و این شرایط را فراهم سازند. برای همگی این دانشمندان و متخصصین آرزوی پیروزی در راه خدمت به کشورمان را دارم. پاینده ایران. با تشکر از شاهزاده رضا پهلوی، اجازه بدهید در اینجا توضیح بدم که در این نشست امروز سخنان و توضیحات مدیر اجرایی سازمان اقونوس را هم خواهیم شنید و سپس ایشان بخش‌های گوناگون اقونوس را معرفی خواهند کرد و البته در پایان معرفی‌ها به بخش پرسش و پاسخ‌ها هم خواهیم رسید. در اینجا خواهش میکنم از دکتر الهیار کنگرلو به پودیوم بیان. روز بخیر هموطنان عزیزم. در امروز روز تولد جورج واشنگتن، از دانشگاه جورج واشنگتن تولد اقونوس رو به شما اعلام میکنیم. در 100 سال گذشته تلاش های بی امان ما برای رسیدن به جامعه آزاد، باز و مرفه به دلایل تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و همچنین سیاست های جهانی به نتیجه نرسیده است.
به علاوه در 40 سال گذشته نزدیک به 10% جمعیت ایران کشور را ترک کردند و زندگی در غربت گزیدند. کوچ این درصد از جمعیت یک کشور گویای یک بحران بنیانی است ناشی از مشکلات ساختاری نحوه اداره آن کشور. آشکارا گستردگی و ژرفای مشکلات ایجاد شده در 40 سال گذشته نیاز به دانش و آگاهی و ابزار مدرن در یک تلاش ملی جهانی برای بازسازی ایران دارد. تلاش برای ساختن یک جامعه خوشبخت و آزاد نمیتواند از یک سو امیدوار به همانهایی باشد که این مشکلات را ایجاد کردند و از سوی دیگر متکی بر روش‌های منسوخی باشد که تا کنون از سوی گروه‌ها و دستجات مختلف سیاسی و ایدئولوژیک تجویز شده و ناکام ماندند. پس امروز در لحظه‌ای از تاریخمان قرار داریم که نیاز داریم که فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. ققنوس متشکل از افرادی است که همواره دل مشغول یافتن راه‌ها و ابزارهای تازه برای بازسازی ایران بودند. در منطق تشکیل ققنوس گشودن قفل مشکلات مردممان از ارجعیت فوری برخوردار است. ما معتقدیم که لازمه برون رفت از معضلات امروز ایران نیاز به دست یازیدن به پرارزش‌ترین سرمایه‌های کشورمان که همانا دانشمندان، متخصصان، پیشگامان و روشنفکران فکری کشور ما هستند دارد. در این رابطه جای بسا خوشبختی است که در میان 8 میلیون ایرانی ساکن خارج کشور بسیارند فرهیختگان و متخصصانی که از توانایی‌های خیره کننده‌ای برخوردارند و برای کمک به چنین پروژه‌ای آماده‌اند. ققنوس پروژه‌ای است برای جذب تمامی این گروه متخصص و پیشتاز به منظور پیشرفت و سازمان یافته مشابه و وصل شدن به سازمان‌های مشابه در جهان به هدف حل مشکلات موجود ایران با استفاده از روش‌های علمی. ققنوس یک فرصت تاریخی فراهم آورده تا دانش، این متاع محبوب ایرانیان در سراسر تاریخ پرافتخارشان، بار دیگر خشت بنای تفکر و جهانبینی ملت ما و مبنای همه تصمیم‌گیری‌های ملی قرار گیرد. این امر در ایران توان معجزه دارد، چون همانطور که تاریخ به ما نشان داده دانش در فرهنگ ما بسیار ریشه دارد و چون همانطور که تاریخ به ما و دانشمندانی همچون ابوعلی سینا، زکریای رازی، فردوسی، مولانا، خیام، فروغ فرخزاد و کسروی نمونه‌های بارز قابلیت‌های ایرانیان در تولید پیشگامان فکری هستند. از این رو مردم ایران هیچ سلاحی مؤثرتر از دانش و آگاهی و هیچ متحدی بالاتر از دانشمندان و روشنگران خود ندارند که در مبارزه با نادانی و خرافه مشعل‌های فردای درخشان ایران را بیافروزند. ققنوسیان می‌دانند که برای رسیدن به آزادی و رفاه باید با اتکا به خودمان، مانع بزرگی که بر سر راه پیاده کردن سیاست‌های ملی بر اساس تخصص فنی و مرجعیت علم و ارزیابی پژوهش محور در جهت برآوردن نیازهای اقتصادی و اجتماعی ایران وجود دارد، از میان برداریم. به گمان ما برخی از پرسش‌های حیاتی که در مقابل مردم ایران قرار دارد و متخصصین ما می‌توانند با روش‌های علمی به آنها پاسخ دهند از این قرارند. 1. چه راه‌ها و وسایلی برای مردم ایران فراهم است تا فرهنگ تسامح و تساهل را در سیاست ما نهادینه کنند؟ چه راه‌ها و وسایلی برای مردم ایران فراهم است که تضمین نمایند رهبران آینده ایران انسان‌های آگاه و متعهد به منافع ملی و حل معضلات ملی و منطقه‌ای و جهانی باشند؟ چه موضوعات و عرصه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری است تا تضمین نماید که ثروت ایران در راه سربلندی ایرانیان و اعتلای ایران هزینه می‌گردد و حادترین مشکلات اقتصادی امروز ایران از جمله بیکاری و عدم امنیت شغلی را کاهش داده و رفع کنند؟ چه منابع انرژی برای ایران که سرشار از انرژی‌های طبیعی مانند باد و گاز و خورشید است مناسب است؟ چگونه جلوی گسترش اعتیاد، افسردگی، کودک‌آزاری و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی را بگیریم و جامعه را به آینده امیدوار کنیم؟
چگونه پاسخگوی مشکلات محیط زیست محیطی فاجعه بار در کشور که در کشورمان ایجاد کرده باشیم. به گمان ما دانشمندان و متخصصین ایرانی با دل و جان به سازمانی که هدفش تنها نجات ایران از این بنبست تاریخی از راه قدرت بیکران علم و دانش است خواهند پیوست و بدین ترتیب ققنوس می تواند از امروز طرح‌هایی از این قبیل برای اجرا در ایران فردا ارائه دهد. 1. کویر لوت و دشت کویر را به یکی از بزرگترین میدان‌های جهان برای تبدیل انرژی خورشیدی به برق کنند. 2. با ارتقای سطح آموزش و کیفیت پژوهش و ایجاد همکاری با مؤسسات درجه اول آموزشی عالی در کشورهای دنیا، دانشگاه‌های ایران را در تراز 100 دانشگاه ممتاز جهان قرار دهند. صنعت جهانگردی ایران را به رده 5 کشور اول مقصد توریسم جهان ارتقا داده و درآمد توریسم را به بالاتر از درآمد نفت افزایش دهند. با برقراری روابط عادی و دوستانه و حسن همجواری با کشورهای همسایه و منطقه در راه گسترش دموکراسی در خاورمیانه و ایجاد منطقه‌ای به بزرگی، ثروتمندی و آبادانی اروپا و امریکا تلاش کنند. خدمات پزشکی و ساخت دستگاه‌های کلینیکی برای ارتقای بهداشت تن و روان را به حد معیارهای جهانی برسانند. همه مراکز استان‌ها را با قطار برقی و سریع‌السیر به هم متصل کنند. شرکت هواپیمایی ملی ایران را به همراه شرکت‌های خصوصی هوایی نوین در ایران به ردیف 10 شرکت اول جهان و فرودگاه بین‌المللی تهران را به سطح 10 فرودگاه پرترافیک دنیا ارتقا دهند. ورزش ایران به ویژه ورزش بانوان را بار دیگر بر بام آسیا قرار دهند. بندر چابهار را همتراز بندر شانگهای، هامبورگ و روتردام کنند. سینما و هنر را از قیود قرون وسطایی برهانند تا هنرمندان ایرانی به جایگاه شایسته‌شان در جهان ارتقا یابند. اینها تنها نمونه‌هایی از پتانسیل‌های ایران و توانایی‌های ایرانیان است. ملت ما در پروژه ققنوس فرزندانی را خواهند دید که صرف نظر از جنسیت، عقیده، مذهب، زبان، قوم و یا منشأ جغرافیایی دست به دست هم دادند تا آموخته‌های عمرشان را در خدمت آبادانی ایران و ساختن جامعه‌ای باز و در تفاهم و دوستی با جهان و دارای مردمی خوشحال بگذارند. از همه شما که این پیام را می‌شنوید دعوت می‌کنم به این تلاش مقدس بپیوندید و سهمی در نجات و شکوفایی و بازسازی ایران داشته باشید. این یک فرصت تاریخی است تا همه ما دینمان را به ایرانمان بپردازیم و عظمت با شکوه گذشتش را به آن بازگردانیم. من دست همه عاشقان خدمت به ایران را می‌فشارم و ورودشان به ققنوس را به آنان شادباش می‌گویم. پاینده ایران. بله، نشست خبری پروژه ققنوس رو با هم می‌بینیم. دکتر الهیار کرگن. آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهانی آن زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهل من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن.
چشم صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن ای سر به سبز بی خزان ای مهر تو در جان و تن ای مادرم ایران زمین آغاز تو پایان تو بر دشت من باران تو در چشم من تابان توی ایران من ایران من آن مهر جاویدان توی ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا ایران من ایران من ایران من ایران من ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن دور از تو بادا ظلمت تاریک شب مرغ سحر خانه من در حسر هم آزاده ای تنها تو تنها تو تنها تو ایران من اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است گویی لبانت را خدا روز ازل بوسیده است ای مرغ حق در سینه گاشور خواب بیداد کن آواز در بعضی از مناطق کم آب دادن امتیازات بیرویه برای واردات میوه، سموم و کودهای شیمیایی غیر استاندارد به افراد غیر آگاه و متخصص. واردات انواع محصولات کشاورزی به وسیله عده‌ای با قیمت‌های ارزان‌تر از آنچه در ایران می‌توان تولید بشه که این فاجعه سبب ورشکستگی بسیاری از کشاورزان زحمتکش هموطن ما شده است. وضع اسفناک رودخانه کارون که نه تنها منبع آب کشاورزی بلکه آب آشامیدنی شهرهای مختلف ایران می باشد و تأثیرات آبرسانی بیرویه به باغهایی که در مناطق نامطلوب ایران بنا شدند به امید آن که با همکاری میهن پرستان دوباره ایرانی آباد سازیم. با سپاس از دکتر فروزان، مهندس مسعود عزیزی سرپرست گروه انرژی، ایشون دارای کارشناسی ارشد در فیزیک هسته‌ای هستند. مهندس عزیزی بفرمایید. با سپاس از دکتر کنگرلو عزیز و درود به شاهزاده گرامی و همیهنان عزیز، ما در بخش انرژی تمرکزمون روی کمبودهای خواهد بود که ایران در مسئله انرژی با آنها دست به گریبان هست. این کمبودها به دو دسته متمایز تقسیم میشن، یکی تولید و پخش انرژی هست و دیگری به هدر رفتن انرژی. به عنوان مثال طبق آمار آژانس بین المللی انرژی بیشتر تولید انرژی در ایران به وسیله گاز طبیعی و نفت انجام میشه و تنها درصد بسیار کمی از انرژی های قابل تجدید مانند انرژی خورشیدی یا انرژی بادی و یا راه‌های دیگری مانند انرژی هسته‌ای یا هیدرالکتریک استفاده میشه. حالا کوشش ما به این هست که راهکارها و پیشنهادهایی برای استفاده بیشتر از این نوع انرژی‌ها رو به صورت‌های مختلف ارائه بدیم. در ضمن متأسفانه مقدار بسیار زیادی از انرژی تولیدی در حال حاضر در مملکت ما به هدر میره که عامل اصلی اون نبود مدیریت درست و اشکال‌های زیاد فنی در تولید و پخش برق و سوخت است.
در این زمینه ما راهکارها و پیشنهادهای زیادی مانند ساخت و نصب شبکه‌های هوشمند یا سمارت گرید و برنامه‌های جایگزینی و تعمیر سیستم‌های مستعمل کنونی رو ارائه خواهیم داد. متشکرم. خیلی متشکرم مهندس عزیزی. خانم دکتر هیوا فیضی، سرپرست گروه پژوهش‌های رسانه‌ای و مدیر روابط عمومی گروه ققنوس هستن. ایشون دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه فلوریدای جنوبی هستن. خانم فیضی. خیلی ممنون. ما میخواییم برنامه ما برای گروه میدیامون اینه که از سوشال میدیا بتونیم خیلی استفاده کنیم، از نیو میدیا تا جایی که میتونیم با مردم در تمام نقاط دنیا تماس بگیریم و یک دیالوگ دو طرفه داشته باشیم، بتونیم از مشکلات مردم در ایران بیشتر بدونیم و از دانشمندانمون در ایران خواهش میکنیم که با ما همکاری بکنن. و بعد صحبت‌های همگی من یک سری اینفورمیشن راجع به اینه که چجوری با ما تماس بگیرین از طریق کانال توییترمون، اینستاگراممون به همه میدم. و در ضمن دفترچه‌ای هم که ما تهیه دیدیم از گروه میدیا که به شما دادیم، در اون اینفورمیشن های خیلی زیادی در رابطه با اعضای گروه سوشال میدیا هامون هستش که میتونین به اون مراجعه بکنین. خیلی ممنون. خیلی متشکرم خانم دکتر فیضی. دکتر فرخ زندی، سرپرست گروه اقتصاد ققنوس، ایشون دارای مدرک دکترا در رشته اقتصاد از دانشگاه کارلتون کانادا در اتاوا هستند و بیشتر از 30 سال است که به تدریس در کانادا مشغولند. دکتر زندی. بینندگان و حضور عزیز، من مسئول قسمت اقتصاد هستم که افتخار همکاری با اقتصاددانان زیادی هستم که از تخصصهای مختلفی برخوردار هستند. رشته های تحقیقی خود من اقتصاد کلان، اقتصاد بین الملل و اقتصاد نفت هست و مدت زیادی است که مطالعه کردم روی مسائل و معضلات اقتصاد ایران و با آگاهی از این مشکلات به تصمیم گرفتم به ققنوس بپیوندم و این مشکلات رو در کنار همکاران بررسی و نیاز به اجرای برنامه سیاسی جامع ملی احساس کردن که باید انجام بدیم. مشکلات اقتصادی ایران همه باشون آشنایی دارند، اقتصادی که تورمش بالاست، بیکاری به آسمان، ارز پولش، قیمتش از دست داده، اقتصاد نیمه دولتی و نیمه سوسیالیستی است، اقتصادی که از دنیا دور هست و در حقیقت وابسته به اقتصاد نفت، نظر خصمانه نسبت به سرمایه گذاری داره و زیربناش به شکلی هست که طبیعتاً سبب انواع اقسام قاچاق‌ها شده، چه از قاچاق بنزین و یا گوسفند و اختلاف قیمت‌های زیاد. در نتیجه با کمک همکارانی که در این گروه هستند ما به این نتیجه رسیدیم که میبایستی یک ساختار زیربنایی ارائه بدیم که بتونیم از این مشکلات عبور بکنیم. خوشبختانه استعدادهای بسیار بسیار فراوانی هست که موجود هست که بتونیم از اون استفاده بکنیم برای تحقیقات خودمون و منابع بسیار و پشتیبانی زیاد. خیلی متشکرم. با سپاس از دکتر زندی. خانم شیما بزرگی، سرپرست گروه مشکلات اجتماعی، متولد دهه 60 در ایران هستند. ایشون تحصیلات لیسانس خودشون رو در سال 1384 از دانشکده حقوق دانشگاه تهران دریافت کردند و فوق لیسانس سیاستگذاری عمومی و بین‌المللی از همین دانشگاه، دانشگاه جورج واشنگتن، و حقوق بین‌الملل از دانشگاه گلدن گیت دارند. خانم بزرگی. مرسی آقای دکتر کنگرلو. با درود بر همگی، همونطور که دکتر کنگرلو گفتن، من سرپرست بخش مشکلات اجتماعی ایران هستم. این بخش رو ما به 10 حوزه مختلف در حال حاضر تقسیم بندی کردیم. این 10 حوزه شامل آموزش و پرورش، موضوع کودکان کار، اعتیاد، فحشا، موضوع سالمندان و بازنشستگی اونها و موضوعات دیگر رو شامل میشه. مثلا در بخش کودکان کار، گروه پژوهشی ما سعی داره که در دو بخش تقسیم تحقیق و
پژوهش بکنه. در کوتاه مدت مسئله و دغدغه ما مسئله داده ها و آمار هستش. آماری که ما در از کودکان کار در ایران داریم یک رنجی بین 3 میلیون تا 7 میلیون، آمار دقیق نیست. آمار تهران با شهرهای دیگه همیشه کم و زیاده و مختلف هستش و در کوتاه مدت ما می‌خوایم روی مسئله داده ها و آمار، همینطور در مسئله ایدز هستش، ما آمار دقیق نداریم. همین مسئله در مواد مخدر هستش که آمار دقیق نداریم. پس در کوتاه مدت ما می‌خوایم روی این مسئله تمرکز بکنیم. در مسئله پژوهش طولانی مدت و دراز مدت ما می‌خوایم بر مسئله پیشگیری تمرکز بکنیم. ما می‌خوایم به جایی برسیم که باور کنیم که جای کودک در مدرسه هستش، جای کودک در محل بازی و شادی هستش و جای کودک در خیابان نیست و این کار عملی و شدنی هستش و در گروه ما پژوهش ما بر روی این موضوع و کوتاه مدت و طولانی مدت به این شکل هستش و اگر سوالی داشته باشین در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم از خانم بزرگی. دکتر مراد اقبال سرپرست گروه حقوق و روابط بین الملل هستند. دکتر اقبال بفرمایید. درود بر همه هموطنان محترم و عزیز ما، سلام بر شاهزاده رضا پهلوی حضار محترم. من مراد اقبال، استاد سابق مطالعات حقوقی، اخلاقی و تاریخی، حقوق بین المللی و تطبیقی و مدیریت بین المللی و رفتار سازمانی هستم و در گذشته عضو هیئت علمی و اساتید دانشگاه بالتیمور بودم که بسیاری از موضوعات حقوقی بین المللی و مقایسه‌هایی را تدریس کرده و به همچنین تجربه زیادی در منابع آب و توسعه منابع طبیعی کسب کردم. حیطه مسئولیت من در ققنوس به قوانین بین المللی و مقایسه‌های منابع آلترناتیو برای آب، منابع آب و مسائل مربوط به محیط زیست است. با توجه به برخی از پروژه‌های انجام شده در گذشته من، در ققنوس نیاز به توسعه یک سیاست جامع ملی آب که شامل استفاده از فاضل آب و کشاورزی و توسعه منابع جدید آب آشامیدنی است، مطابق با اصول و شیوه های سازمان ملل متحد را بررسی خواهد شد. گذشته و در این زمینه فعالیت و بررسی جامع قوانین، مقررات بین المللی و مقررات ایران به عنوان گام اول برای هماهنگ کردن نظام حقوقی کشور با سایر کشورهای جهان و در خود منطقه در یک ایران بدون ترحیم های کنونی و سایر محدودیت هایی که می‌بینیم را انجام خواهیم داد. For those whose Persian is challenged, I will briefly summarize in English. I'm a former professor of legal, ethical and historical studies and international and comparative law and international management and organizational behavior, a faculty member who has taught among other subjects international and comparative law and previously has had extensive experience in water resources and in the development of natural resources. My area of responsibility for ققنوس is 1. International and comparative law and 2. Water resources and environmental issues. In regard to some of the projects to be undertaken in the future, I see the need for the development of a comprehensive national water policy which includes both waste and water and agricultural use and development of new sources of potable water consistent with United Nations principles and practices in this area of activity and the need for a comprehensive review of Iranian laws, rules and regulations as a first step toward harmonizing the country's legal system with that of the rest of the world in a new Iran, free from present sanctions and other limitations. Poyandebat Iran.
سپاس از دکتر اقبال. در اینجا به اعضای ققنوس که در این اتاق حضور ندارن میپردازیم. دکتر عطا هودشتیان، ایشون دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه سوربن هستند. دکتر هودشتیان بفرمایید. با تشکر از آقای کنگرلوی عزیز خدمتون عرض شود که طبعا پیریزی چنین جمعی در گام‌های نخستین خودش بسیار ناممکن به نظر ما می‌آمد، اما یاران ما در گروه ققنوس ضرورت زمانه رو به درستی و به موقع تشخیص دادن و به اون پاسخ مثبت دادن. ما دریافتیم که فضای اجتماعی در این فضای اجتماعی نابجایی‌ها و ناهنجاری‌ها باید که قبل از هر چیز نخست جای درست چیزها رو دریابیم. باید سازندگی رو به جای روحیه در همریزی قرار بدیم. باید بردباری رو به جای تهییجات نارس و تخریب کننده بنشونیم و باید کارآفرینی خلاق رو به جای رها کردن بی توجیه امور و آسمان بگذاریم. باید علم رو به جای جهل، به جای خرافات و اسطوره پرستی بگذاریم. من جمهوری خواه هستم، اما هیچ نگرانی در دل ندارم که با یاران و یاوران هموطن ملیگرا، مشروط خواه یا هر گروه دیگه‌ای با هر طرز تفکری همکاری کنم. این مهم تنها زمانی عملی میشه که نخست علم رو، خردگرایی رو در نظر بگذاریم و روش های ما تحمیل ایده یکی به روی دیگری نباشه و مصمم باشیم که در واقع به جای گروه گرایی، خودگرایی یا فرق گرایی تنها و تنها به سازماندهی یک ایران نوین، مدرن، سورگرا، سکولار و دموکراتیک فکر بکنیم. از همین گونه ققنوس فضایی کاملا غیر سیاسی است و مقصودش در واقع جذب بیشترین متخصصین برگرد همین اهداف می باشه. در ققنوس بنای کار تخصص گرایی است، نه یارکشی سیاسی. هدف با سازی ایران، نه ایران من یا ایران تو، بلکه ایران ما. من عطا هودشتیان مسئول امور سیاسی و امور بین المللی در حوزه سیاست هستم. در کارگروه ما افرادی از گروه های دیگه یا اعضایی که به هر حال تازه به ما پیوستن در این گروه کار میکنن. برنامه اصلی ما طرح یک ایران دموکراتیک هست برای آینده، برنامه ریزی برای این ایران هست، صلح ایران، ایران دموکراتیک با جهان، مسائل مربوط به خاورمیانه، ایران و دنیای غرب، ایران و آمریکا و اروپا، ایران و چین و روسیه. اینها مسائلی است که ما در کارگروه خودمون به اونها میپردازیم. از جمله اینکه به طور مجموع کلی چهار بند رو ما در نظر داریم به عنوان پروژه گروه ما در سیاست. یکی این هستش که پروژه های متعدد رو متخصصین کار میکنن در حوزه هایی که نامش رو بردم، حوزه بین الملل، حوزه منطقه‌ای و غیره. دومی که یک پروژه‌ای داریم به نام پروژه نافرمانی مدنی که این پروژه در واقع به همت دکتر نوح فرهادی تدوین شده و جزی از گروه کاری ما هست. و سومین پروژه‌ای که پروژه اساسی ما هست در واقع انتشار یک مجله است به نام سیاست بین الملل، شبیه اون چیزی است که در واقع به عنوان فارن پالیسی در آمریکا میشناسیمش. تلاش ما اینها خواهد بود که بتوانیم که در واقع متخصصین رو از جاهای متعدد، از اروپا، آمریکا، جاهای دیگه و به خصوص از ایران جذب کنیم و اونها رو بر گرد این پروژه بزرگ، یعنی انتشار یک مجله به نام سیاست ایران و سیاست بین الملل، به اصطلاح سازمان بدیم. پروژه چهارم ما که متعلق به گروه ما نیست بلکه مجموعه ققنوس رو در بر داره، سازماندهی کنفرانس هایی است که در نظر داریم به زودی در شهرهای مهم دنیا، از جمله در تورنتو در کانادا، لس آنجلس، شاید در نیویورک، لندن یا پاریس انجام بدیم، که در نظر داریم که این تلاش رو در واقع به زودی در تورنتو احتمالاً در ماه آوریل متحقق بکنیم.
با تشکر از شما. خیلی متشکر از دکتر هودشتیان. دکتر کاوه راد، استاد بالینی دانشگاه تورنتو و مدیر پزشکی مجموعه از کلینیک‌های تخصصی در دردهای مزمن در کانادا می باشند. دکتر راد بفرمایید. درود بر همه همیهنان عزیزم و شاهزاده رضا پهلوی. من هماهنگ کننده گروه بهداشت و درمان در اقنوس هستم. این گروه از پژوهشگران و متخصصین پزشکی، دندان پزشکی و روانشناسی تشکیل شده. تمرکز اصلی گروه ما بر اساس کنترل کیفیت و رسیدگی به استانداردها است. در ایران ما مراکز درمانی و تخصصی رو داریم که بسیار بسیار عالی هستن، شاید در منطقه خودشون نمونه باشن، و همچنین درمانگاهایی رو داریم یا بیمارستانهایی رو داریم که ممکنه که هیچ گونه استانداردی رو. گروه ستون دوم اهمیت مسائل بر روی مراکز درمانی و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی و مسائل مربوط به کنترل جمعیت. ستون پنجم که مهمترین ستون خواهد بود، کنترل کیفیت خدمات بهداشت و درمان در ایران است. چیزی که میتونه تضمین بکنه از طریق بازرسی های مختلف. در عرض 10 سال گذشته من عضو گروه بازرسین انجمن پزشکان و جراحان استان اونتاریو بودم و تجربه زیادی رو در این زمینه مشاهده کردم. همکنون مدیر تیم این بازرسین در زمینه درمان درد هستم و دیدم که چطور وجود این استانداردهای نوشته شده میتونه تضمین بکنه کنترل کیفیت رو در سراسر این استان، و امیدوار هستم که همین گونه کنترل کیفیت رو ما در آینده ایران بتونیم داشته باشیم. ستون بعدی مسئله اصلی دسترسی عمومی به خدمات بهداشت و درمانی در سراسر ایران است. اینکه بهترین درمان وجود داشته باشه، اینکه بهترین استانداردها وجود داشته باشه، فقط وقتی میتونه ارزشمند باشه که دسترسی عمومی در سراسر ایران براش وجود داشته باشه. و در نهایت مسئله طب پیشگیری، مسئله آموزش سلامت اجتماعی و بهینه زیستن در سراسر ایران. امیدوارم که گروه ما بتونه در این زمینه گام‌های مثبتی رو برداره. خیلی متشکرم دکتر راد. دکتر سیاوش مشفق همدانی، سرپرست گروه تولیدات صنعتی و عضو گروه انرژی. ایشون دیپلم ریاضی رو از دبیرستان رازی تهران گرفتن و دارای دکترای فیزیک از دانشگاه روم ایتالیا و PhD فیزیک با تخصص در زمینه لیزر از دانشگاه MIT امریکا هستن. دکتر همدانی بفرمایید. خیلی ممنون و با تشکر. من بعد از اتمام تحصیلاتم با شوق فراوان به ایران برگشتم که به مملکت خدمت کنم، و این قبل از انقلاب بود. در مرکز تحقیقات هسته‌ای سازمان انرژی اتمی کار میکردم که متاسفانه بعد از چند سال پس از انقلاب مجبور شدم که از ایران به خارج مهاجرت کنم. در آمریکا چندین سال در دانشگاه تدریس میکردم و بعد یک کارخونه صنعتی لیزر رو در لس آنجلس تأسیس کردم که به مدت 25 سال این کارخونه رو اداره میکردم، و از این نظر غیر از تخصص‌های علمی با مشکلات اداره یک سیستم صنعتی و یک کارخونه جزء تجربه‌های من شد. بعد از اون برای تحقیق بازگشت به تحقیقاتم، الان 14 ساله که در شرکت‌های ایروسپیس آمریکا در زمینه کاربردهای لیزرهای پرقدرت کار می‌کنم. در سازمان ققنوس سرپرستی گروه تولیدات صنعتی رو به عهده دارم که دارای چند شاخه عملیاتی است، و ما در قدم اول در نظر داریم که هرچه سریع‌تر با صاحبان و مدیران صنایع ایران تماس برقرار کنیم و از آنان دعوت کنیم که مشکلات فنی و روزمره خودشون رو با ما در میون بذارن، تا ما بتونیم با استفاده از روش‌های مدرن و تکنیک‌های پیشرفته و به کمک متخصصین، چه متخصصین ایرانی گروه ققنوس و چه متخصصین بین‌المللی و خارجی، راه حل‌های علمی و عملی متناسب و سریع رو برای راه اندازی مجدد تولیدات صنعتی در ایران پیشنهاد بدیم. و در این زمینه تماس‌های اولیه که گرفتیم استقبال خیلی زیادی شده از طرف مدیران صنایع ایران، و هنوز قبل از اینکه ما اعلام موجودیت بکنیم
در زمینهای مختلف تماس‌های زیادی گرفته شده و من دعوت می‌کنم که از کلیه هموطنان ایرانیان که با ما بیشتر تماس بگیرن و مشکلات خودشون رو در میون بذارن و همچنین کمک بکنن در حل مسائل ایران آینده. خیلی ممنون. با سپاس از دکتر همدانی. دکتر نامدار بقایی یزدی سرپرست گروه محیط زیست هستند. ایشون دارای دکترا از امپیریال کالج لندن هستند. دکتر بقایی بفرمایید. با سپاس از شما جناب دکتر کنگرلو و با درود به شاهزاده گرامی و حضار محترم و هممیهنان عزیزمون در سراسر دنیا به خصوص ایران عزیزم. من افتخار این رو دارم که در گروه محیط زیست مسئولیت به عهده دارم و همچنین در گروه انرژی در کنار جناب مهندس عزیزی هستم. فقط من میخواستم موضوعاتی رو که میتونم شاید در اون زمینه ها کمک هایی بکنم، رشته خودم هست و تخصص من هستش که در این راه میتونه کمک بکنه و میتونم ارائه طریقی بکنم به این شهر هستش. پروژه هایی که من در نظر دارم خودم از این نقطه نظر تولید انرژی های نو یا تجدید پذیر هست، مانند انرژی خورشیدی، باد، زمین گرمایی، جزر و مد و موج دریا در زمینه های به خصوص محیط زیست که واقعا معضل بزرگ ایران ما هستش، تولید سوخت‌های تجدید پذیر و زیستی مانند بیو اتانول و بیو دیزل از مواد زائد کشاورزی و زباله های خانگی و شهری و پساب های صنعتی، جلوگیری از انباشته شدن بی‌رویه زباله های شهری و آلودگی محیط زیست و تبدیل بهینه اونها به مواد مفید و ارزشمند شیمیایی مانند اسید لاکتیک و تبدیل اینها به پلاستیک های قابل تجزیه زیستی، بیوپلاستیک در حقیقت. و مشکل و موزل بزرگ دیگری که داریم که جناب دکتر اقبال راجبش صحبت کردن، اون هم باز مربوط به مسئله و کمبود آب میشه در ایران. نباید فراموش بکنیم که مقادیر زیادی ما آب شور از استخراج نفت خام به دست میاریم و اون آب شور با نمک زدایی میتونه به خوبی استفاده بشه برای مصارف کشاورزی و آبیاری در کشاورزی، که من در اون زمینه هم تخصصی دارم که فکر میکنم بتونه کمک کننده باشه در این راه. ولی مشکل واقعا بزرگی که باید درس در دست با همه متخصصین محیط زیست ما روش کار انجام بدیم، واقعا وضعیت بزرگ محیط زیست از هر نظر، از هر نقطه‌ای بگیرید، بیابان زدایی، عرض کنم تمام این ریزگردها، آلودگی هوا، آلودگی آبها، یکی دوتا نیست مشکل ها که بایستی ما به اونها رسیدگی بکنیم و پروژه های کلان و درستی بدیم که بتونه پیاده بشه و مؤثر باشه برای ایران عزیز. سپاسگزارم. با سپاس از دکتر بقایی. آخرین عضو سرپرست گروه ما خانم دکتر دینا زیاری هستن که در آخرین لحظه به ما اطلاع دادن نمیتونن با ما باشن از لندن و برای ما یه ویدیویی رو فرستادن که ما هنوز ویدیو رو نتونستیم آماده کنیم پخشش کنیم. اگه بتونیم تا آخر برنامه پخشش میکنیم. و من فقط در این مورد خانم دکتر زیاری میگم که ایشون مسئول هماهنگسازی گروه برنامه ریزی شهری هستن. ایشون تحصیلاتشون در رشته معماری و تاریخ معماری و در همین رشته هم تدریس میکنن. ایشون اغلب داستان یک استاد مهمان هستن در AA، یکی از معروف ترین دانشگاه آرکیتکت توی لندن، و در حال حاضر هم در دانشگاه معماری و در سایر دانشگاه‌ها در بقیه کشورهای اروپایی به تدریس مشغولن. این خاتمه معرفی اعضای ققنوس هست و من پودیوم رو به خانم دکتر زیاری میسپارم که ادامه بدن برنامه رو ببرن مرحله پرسش و پاسخ. دکتر فیضی ببخشید. مرسی از دکتر کنگلو. و ما الان اوکشارتمون آماده هست که اگه دکتر عزیزی میخوان راجبش صحبتی بکنن، یه مقدار دیگه اوکشارت خواهد آماده بود که شما صحبت بکنید. خب ما در بعد پرسش ها میتونیم اوکشارتمون رو بذاریم رو پاورپوینت که قسمت بندی کل ارگانیزیشنمون رو نشون میده و بعدا در وبسایتمون هم هستش.
در اینجا میخوام در ضمن اشاره کنم که عده‌ای از هموطنان ما الان دارن از طریق پخش مستقیم ما در فیسبوک و توییتر این برنامه رو تماشا میکنن و از شما و از هموطنانمون میخوام اگر که مایل هستن از هشتگ ققنوس ققنوس برای ایران استفاده کنن که نظرات خودشونو به این طریق ما بتونیم بعداً جمع‌آوری کنیم. در اینجا و وبسایت و بقیه اینفورمیشن هم در پکیج هست که میتونیم بهش مرور کنین و در اینجا میخواییم قسمت سوال‌ها و پرسش‌ها و پاسخ‌ها رو شروع بکنیم. خب همه دوستان من به ترتیب، یعنی ترتیب خاصی نیست، دست خبرنگار میتونن دستاشون بلند کنن و من بهشون بله وقتی که اشاره میکنم لطفاً بلند شین و خودتون رو معرفی کنین از کدوم رسانه هستین و لطفاً سوالاتون هم از پنلمون باشه. بفرمایید شما. من نمیتونم ببینم. پخش است. عرض ادب دارم خدمت همه حضار و دوستانی که از طریق اسکایپ با ما همراه شدن. متشکرم. شاید اولین پرسشی که مطرح باشه اینه که رابطه گروه ققنوس با شاهزاده رضا پهلوی چه هست؟ آیا این گروه مستقل هست؟ آیا صرفاً ققنوس برای پاسخ به اون افرادی ساخته شده که همواره از شاهزاده رضا پهلوی خواستار یک طرح عملی بودند؟ آیا اعضای ققنوس باید انتظار داشته باشیم که اعضای کابینه شاهزاده رضا پهلوی رو تشکیل بدن در فردای آینده؟ پرسش بعدی من این هستش که آیا یک بازه زمانی مشخصی دارد ققنوس برای اینکه نتایج پژوهش‌ها و تحقیقاتشون رو ارائه بدن؟ یک سال، دو سال، سه سال که بعد منتظر این باشیم؟ و پرسش بعدی من این هستش که چه ضمانت چه ضمانت عملی هست برای اینکه بخواد نتایج این تحقیقات در واقع در ایران بخواد عملی بشه؟ من مصاحبه از شما گوش میکردم آقای کنگرلو که فرمودین نتیجه این تحقیقات رو در دیار عموم قرار خواهید داد، ولی جمهوری اسلامی که در 40 سال گذشته به هر حال خودش باعث شده که تمام نخبگان و مغز فرار بکنن و نخبگانی که هم اکنون در ایران هم زندگی میکنن رو اونطور که باید شاید ازشون استفاده نمیکنه، فکر میکنید که نتایج این تحقیقاتتون چقدر بتونه عملی بشه در ایران؟ ممنون. خیلی ممنون خانم اندازکنی. خیلی متشکرم از سوالتون. اگه اجازه بدین من شروع میکنم، هر کدوم دیگه از اعضام که میخوان میتونن تشریک مسایی بکنن در جواب. در مورد سوال اولتون که چه رابطه تشکیلاتی بین ما و شاهزاده رضا پهلوی هستن، شاهزاده رضا پهلوی مبتکر ققنوس بودن. ایشون سالهای سال به همچین سازمانی، به اینی که نیروهای علمی ایران در خارج کشور به هدر میرن، به این فکر کردن. تشکیلاتی در گذشته با نیروهای مختلف، با کسان مختلف، دکتر واحدی بودن، دیگرانی بودن که با ایشون بسیار همکاری نزدیک کردن، ولی با اون شکلی که ایشون می‌خواستن که یک سازمانی باشه که هیچ نوع عمل سیاسی نکنه و واقعا صرفاً و مستقلاً در حیطه علم عمل بکنه انجام نشده بود تا امروز. ما در گذشته در حدود 6 ماه تا یک سال گذشته در شکلی که سازمان دادیم گروه رو، در شکلی که عضوگیری کردیم و ایشون نشون دادیم و به همه فکر می‌کنم اعضای خودمون نشون دادیم و مطمئناً در آینده هم به همه مردم ایران نشون خواهیم داد که یک سازمان علمی هستیم، مستقل هستیم. از شاهزاده رضا از حمایت‌های ایشون همیشه بهره مند خواهیم بود، از راهنمودهای ایشون بهره مند خواهیم بود، ولی ما یک سازمان مستقل علمی باقی خواهیم موند. سوال دوم و سومتون یادم رفت. بله 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 الان یادم اومد. سوال هم سوال دومتون هم سوال سومتون اینی که چه تضمین اجرایی داره طرحی که ما ارائه میکنیم. خب ببینین، به طور کلی ما همونطوری که شاهزاده در سخنانشون گفتن، توانمندی جامعه مدنی، جامعه مدنی توی کشورهای پیشرفته یه آلترناتیوه، یک در رقابت با حکومته.
یعنی اینکه کسانی هستن که به مردم خودشون جامعه رو توانمند میکنن، نه رئیس جمهورن، نه وزیرن، نه وکیلن، نه سیاستمدارن، نه سیاستگذاری میکنن، بلکه طرحهایی رو ارائه میدن و قابلیت ارتباط برقرار کردن با مردم رو دارن که این طرحها رو مردم ببینن و بشنون. در حال حاضر در جامعه ما در کشور ایران، هم در ایران و هم در خارج از ایران، امکان اینی که طرحهای علمی وسیله یک گروهی که منسجم فقط صرفاً و صرفاً روی مسائل ایران کار میکنن وجود نداره. ققنوس برای اولین بار نه تنها در ایران، بلکه در تاریخ تمام کشورهای دنیا سابقه نداره که یک کشوری که در حال تحولات عظیمی بوده، دانشمندانش دور همدیگه جمع بشن و بگن ما یه وظیفه‌ای در این رابطه داریم و اینی که کار تخصصی بکنیم، منتها صرفاً در رابطه با کشور خودمون، و این کارهای تخصصی و کارشناسی شده رو به بقیه دنیا ارائه بدیم. این یک وظیفه بزرگیه که دانشمندان ایرانی واقعاً به شانه خودشون گرفتن، به دوش گرفتن و میخوان دین خودشون به ایران بپردازن. این خیلی واقعاً در گذشته بی سابقه بوده و ما مطمئنیم که و امیدواریم که قابلیت کارایی داشته باشه و بتونه واقعاً این گره فعلی جامعه ما رو باز بکنه. و سوال سومتون در مورد بازه زمانی که در نظر گرفتید. بله، به طور کلی علم یک پدیده منقطع و دیجیتال نیست، یک پدیده پیوسته است. همواره جوامع مترقی، جوامع پیشرفته در حال تولید علم هستند و تولید علم خودشون رو به جامعه خودشون ارائه میدن. منتها اون علمی که تولید میکنن باید در رابطه با جامعه، باید در رابطه با نیازهای جامعه باشه. اگر علم در رابطه با نیازهای جامعه باشه، یه سری از نیازهای جامعه ما رو، نیازهای مشخص جامعه ما رو امروز دوستان و همکاران و سرپرستان ققنوس برای شما گفتن در حیطه‌های مختلف، در حیطه‌های مسئولیت خودشون. و برای اولین بار، بار دیگه میگم، در تاریخ ایران یه عده متخصص دارن مسائلی رو که همین امروز ایران واقعا دوچارشه، اون مسائل رو به سطح میارن، اولا مسائل رو مطرح میکنن. اینشتین میگه که آدمای نابغه سوالای حساس رو مطرح میکنن، آدمای باهوش براش جواب پیدا میکنن. و اینی که سوال رو پیدا کردن و اون مسائل بحرانی و حیاتی جامعه پرداختن و اونا رو برجسته کردن و اونا رو با امکاناتی که امروز در سوشال میدیا وجود داره اونا رو به مردم عرضه کردن، این به نظر ما، هم به نظر اینشتین هم به نظر دانشمندان، این مسئله بسیار مهمیه. و ما دعوت میکنیم از متخصصین، تلاش میکنیم، توانمندشون میکنیم که به اون مسائل بپردازن و برای مردم ما راه‌های متفاوتی با راه‌هایی که مثلا حکومت‌ها در گذشته ارائه می‌دادن ارائه بدن برای مشکلات کنونی جامعه ایران. و خیلی ممنون. بذارین آیا بازه زمانی برای شما وجود داره که بگید برای مشکلاتی که هم‌اکنون ایران درگیرش هست، ما دور هم جمع شده ایم تا یک سال، دو سال، سه سال آینده نتایج تحقیقاتمون رو برای راهکارها ارائه بدیم؟ بله، ما مطمئنیم که یه تعداد زیادی از ایرانیان به ما خواهند پیوست. ما به جامعه علمی ایران، به وطن پرستیشون، به عشقشون به ایران امیدواریم. و همینطوری که ققنوس توانمند میشه، جامعه مدنی ایران توانمند میشه. ما فکر میکنیم که میتونیم به سرعت تعداد کثیری از دانشمندان ایرانی رو به خودمون جلب بکنیم، بهشون مسائلی رو که مشخصاً، البته خودشون در رشته تحصیلی خودشون بیشتر از ما میدونن که چه مسائلی واقعا حاد و دامنگیر جامعه ایران هست، اون مسائل رو بهش میپردازیم. و هرچه ققنوس بزرگتر بشه، اون مسائل راه حل‌های توانمندتری ایجاد میکنه، راه حل‌های قابلیت اجرایی سریعتر داره و میتونه به سرعت در جامعه تغییرات عظیم ایجاد بکنه. بنابراین همه اینا بستگی به یه سری فاکتورهایی که داره که در آینده خواهیم دید. ما همونطوری که دکتر هودشتیان گفتن، ما همین الان هم یک سری برنامه‌هایی رو طراحی کردیم و در ماه اپریل یا می در تورنتو یک کنفرانس علمی خواهیم داشت که تمام گروه‌ها کارهایی که کردن در رشته علمی خودشون رو ارائه خواهند داد. بعد بلافاصله در لندن در ماه آگوست یک کنفرانس دیگه خواهیم داشت. به همین ترتیب این کنفرانس‌ها هر 3 ماه 4 ماه و طریق، یعنی واقعا کنفرانسی است که صرفاً کار علمی می‌کنه، نه دعواهای سیاسی و گروهی و فرقه گرایی و چیزایی که در گذشته مشاهده شده. و شما این آهنگ تولید دانش علمی و قابلیت حل کردن مسئله رو در آینده از ققنوس خواهید دید. شکرم. مرسی، تمام 3 تا سوالتون جواب داده شد. بفهمین شما از وفا آذرباری هستم از امروز تمام. پرسش من اینه که سپاس. پرسش بنده این هست که آیا به زبان ساده شما رو میتونیم اتاق فکر شاهزاده رضا پهلوی عنوان کنیم؟ و اینکه اشاره کردید در همین نشست که دنبال این هستیم که متخصصین رو از ایران جلب کنید، چه تدابیر امنیتی برای این مهم تدبیر شده؟ اجازه بدین من ناکنید. هر چقدر آدم بیشتر راجع به امنیت صحبت کنه، در واقع داره افشا میکنه چه
قدم‌های رو برداشته. پس من اجازه می‌خوام ازتون که زیاد درگیر این مسئله نشم، ولی مطمئن هستیم که تا اونجا که میشه از پروتکل‌های امنیتی داریم استفاده می‌کنیم و با خیلی از ایران در تماس هستیم، هم از طریق ایمیل هم از طریق تلفن. نگرانی زیادی نیستش در این مورد، ولی هر چقدر میگم توضیح بیشتر داده بشه. و آیا اتاق فکر شاهزاده رضا پهلوی هستید؟ بله، ما به طور کلی اتاق فکر هستیم، اتاق فکر هستیم، اتاق فکری هستیم که اندیشکده هستیم که واقعا در رابطه با مسائل ایران کار کارشناسی شده و تولید علمی خواهد داشت. کسانی که به علم اعتقاد دارن، به راه حل‌های علمی اعتقاد داشته باشن و معتقد باشن که علم کارهای بیشتری در رابطه با بقیه انواع مختلفی که کشورها حکومت‌هایی دارن، اونا میتونن از محصولات ما استفاده بکنن. به قضاوت من شاهزاده رضا پهلوی اعتقاد زیادی به علم دارن. همین ابتکاری که سالها همینطوری که خودشون گفتن دل مشغول بودن به این ابتکار، نشون دهنده اینه که ایشون به علم اعتقاد دارن. بنابراین در آینده کسانی که به علم اعتقاد دارن محصولات ما رو استفاده میکنن، کسانی هم که به علم اعتقاد ندارن به احتمال زیاد ما رو نادیده میگیرن. یه ببخشید من اینجا صبر کنم به سوال بعدی بریم، بعد میتونیم دوباره به شما برگردیم. بفرمایید کامبی سوانا از وی او ای. کامبی سوانا هستم از آمریکا. دو تا سوال دارم ازتون. توی زمان از زمان برقراری جمهوری اسلامی در ایران آمار جزء طبقه بندی های محرمانه محسوب میشه و شما به آمار موثق نیاز دارین برای هر کار تخصصی که میخوان انجام بدین. این مشکل چجوری میخواین باهاش کنار بیاین؟ سوال دومم میپرسم ازتون و میشینم از این دم جواب بدین. توی اکثر حوزه‌های مهم و حساس دیدم همه صحبت کردن، ولی در حوزه نظامی و پدافندی و وزارت دفاع چیزی نداشتیم. این با قصد خاصی انجام شده یا اینکه توی یکی دیگه از حوزه است و نیز بهش اشاره نشده؟ اگه میشه توضیح بدید. مرسی. من جواب بخش آمارتون رو خواهم داد. آمار اولا الان آماری که وجود داره آمار کمی و کیفی، کوالیتی و کوانتیتیو دیتا. آمار هیچ وقت و همیشه دقیق نیست، که در هیچ کشوری دقیق نیست، ولی با کنار هم قرار دادن داده‌هایی که آمار ایران میده و داده‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی میدن، سازمان ملل آمار میده، پزشکان بدون مرز هرس که آمار میده، آمارها رو میشه از سازمان‌های دیگه و اونچه که در ایران هست کنار هم قرار داد و یک مجموعه و طبقه‌بندی که نزدیک هست لااقل به یک نسبیتی برسیم. ولی اینکه ما مثلا یک رسانه در ایران بگه کودکان کارما 3 میلیون داریم و یک رسانه دیگه میگه 12 میلیون، یکی میگه 7 میلیون، خب این اختلاف خیلی زیاده. ما میتونیم به سازمان‌های بین‌المللی رجوع بکنیم و ببینیم که اونها چه آماری دارن، که اونها به دلیل اینکه مثلا سازمان ملل یک سازمان در ایران دفتر داره، آماری که میده آمارش نزدیکترین هست به اون چه که ما بخوایم روش تحقیق و بررسی بکنیم. و هیچ وقت ما آماری نداریم که پس ما 100,000 نفر مثلا در ایران به عنوان مثال دچار ایدز هستن، پس حتما 100,000 نفر و 101 نفر نیست. ما یک ولی با مقایسه آمارها میتونیم به یک مجموعه برسیم که فکر کنیم نزدیکتر به اون چیزی باشه که با شرایط ایران تطبیق داره. بله، در تایید حرف خانم بزرگی، این چیزی که ایشون میگن خیلی مسئله حساسیه، که آمار یه چیزی نیست که بشه مخفیش کرد. مثلا ممکنه که یک حکومتی مقدار نفتی که تولید میکنه یا مقدار نفتی که استخراج میکنه یا مقدار نفتی که میفروشه رو بخواد مثلا از دنیای خارج مخفی کنه به هر دلایلی، ولی سازمان‌های جهانی هستن، شرکت‌های کشتیرانی که باید مثلا بیمه نفتکشا رو تامین بکنن، اینا یه سری آمارایی دارن که به راحتی میشن از این آمارا استخراج کرد که یک کشوری چقدر نفت تولید میکنه، به چه کسانی میفروشه، در چه زمانی میفروشه. بنابراین آمار در دنیای باز امروز و در این دهکده جهانی چیزی نیست که واقعا بتونن حکومت‌ها پنهانش بکنن. حتی حکومتی مثل کره شمالی، ما از درون این جامعه بسته آمارهای بسیار بسیار دقیقی داریم از تولیدات نظامیشون، از وضع اقتصادشون، از تولیدات کشاورزیشون. و در رابطه با ایران ما داده‌های بسیار زیادی داریم، همونطوری خانم بزرگی گفتن، که از مراجع بین‌المللی مثل یونسکو، مثل سازمان ملل متحد و بانک جهانی میتونیم اینا رو استخراج بکنیم و در مقایسه با هم چیزایی که از درون خود ایران استخراج میشه و اعلام میشه، اونا رو هم با هم کنار هم دیگه بذاریم و یه آمار و یه داده‌های دقیقی از کارکرد اقتصادی و بقیه جنبه‌های جامعه به دست بیاریم و بر اساس اون‌ها طرح‌نامه ارائه بدیم. ببخشید من یه چیز می‌خوام اضافه کنم اینجا. همه اینا کاملا درسته و ما خیلی ریسورس‌های مختلف داریم که بتونیم این آمار رو جمع بکنیم، ولی بازم ما به کمک همکارامون در داخل ایران احتیاج داریم برای یه مقدار زیاد مسائل مختلف که دیتا می‌خوایم و اینفورمیشن می‌خوام. یکی از دعوت‌های ما از دانشمندان درون ایران
همین هست که بتونیم با همدیگه کار بکنیم و بتونیم نه فقط تئوری بدیم بلکه این تئوری ها رو عملی بکنیم و اون خودش خیلی همکاری خیلی مهمی خواهد بود در آینده نزدیک. کسی دیگه میخواد صحبت کنیم در این مورد؟ سوال بعدی رو بگیریم. در باره سکیوریتی هم شما یه سوالی که این ما یه حوزه نظامی و مسائل امور نظامی داریم، اینو باید به شما بگم برای اینکه این واقعیتیه، ولی فعلا در اون موضع ما هیچ فعالیتی نداریم و چون به مسائل نظامی هم با به شکل علمی نگاه میکنیم، توانهای نظامی کشورهای مختلف رو، آیا یک کشوری میتونه توان نظامی خودش رو با اقتصاد خودش هماهنگ بکنه، مثلا مقداری که بودجه نظامی به یک کشوری تخصیص داده میشه چقدر مثلا واقعا صدمه میزنه به اقتصاد، که باز از موضع علمی نه از موضع اینی که ما بخوایم ارتشی رو ترین بکنیم و تمرین بدیم و کارهای غیر واقعا غیر علمی انجام بدیم، از موضع علمی ما به همه مسائل میتونیم نگاه کنیم، هیچ مسئله ای آف دی تیبل نیست برای ما برای حل و تجزیه تحلیلش. من با اجازهتون یه چیز دیگه به اینجا اضافه میکنم، ولی فقط اون قسمت راجع به مسائل نظامی نیست، پدافند ملی، یعنی که ما گروه‌های خواهیم داشت اونجا که تحقیق بکنن دقیقاً راجع به دیزاستر، خب، و چجوری ما میتونیم دیپلوی بکنیم کسایی که میتونن جلوگیری بکنن از بین رفتن مردم توی زلزله ها، توی سیل ها و این مسائل، تمام اینا در اون گروه بحث خواهد شد راجع بهش. خیلی ممنون. سوال بعدی خانم شهره نظر. شهره نظر هستم، مسئول تلویزیون یوتاب. من دقیقاً به مسئله نظامی و امنیتی میخوام اشاره بکنم و دلیلش این هست که کاملاً برنامه های من در عرض 40 سال گذشته سیاسی بوده، اما آنچه که امروز به عنوان مدرک من میتونم در ارتباط با این مهم صحبت بکنم این هست که بدون شک هیچ شخصیت سیاسی رو من در درون ایران خصوصا امنیتی و نظامی رو سراغ ندارم که فرماندهی جز شاهزاده رضا پهلوی رو بپذیره. نتیجتا با مدارکی که امروز موجود هست، یعنی مصاحبه هایی که انجام میشود، من اینجا دیدم که شخصیتی که شما معرفی کردین در ارتباط با مسائل سیاسی، بسیار خوشحالیم که یک شخصیتی هست که فرمودن بنده جمهوری خواه هستم. برای این آرایش فکر نمی کنین که اگر باور ایرانیان درون رو، من دارم باز تاکید می کنم روی شخصیت های نظامی و امنیتی، که اگر بخواهند این رو بپذیرند، آیا اون هیئتی رو که شما در رابطه با مسائل سیاسی دارین نباید یک آرایش غیر جمهوری خواهی هم داشته باشه؟ چون ایشون فرمودن که من جمهوری خواهم و مسئولیت من سیاسی است. خیلی ممنون، سوال فهمیدین، جواب میدین و شما جواب بدین، منم براتون میتونم جواب بدم. خیلی خانم نظر، ما همونطور که مکررن گفتم و به نظر میرسه که مجبورم همواره تکرارش بکنم، اینه که ما یه سازمان علمی هستیم، ما راه‌هایی که میتونیم به مسئله نگاه کنیم راه علمیه، ما به جز راه علمی راه دیگه بلد نیستیم. تمام دوستان من که اینجا روی صحنه نشستن و اونجا روی اسکرین هستن 30-40 سال از زندگیشون فقط راه تخصیص دادن به روش‌های علمی برای پیدا کردن اسرار طبیعت، حالا این اسرار توی حوزه اقتصادی باشه، توی حوزه سیاسی باشه، توی هر حوزه‌ای باشه، به این مسائل میتونن بپردازن و موقعی که مسئله رو حل کردن، این فرهنگ ما و سنت ما اینه که موقعی که مسئله رو حل کردیم ارائه میدیم به تمام دنیا به شکل آزاد. همونطوری که دکتر هودشتیان گفتن، ما یه مجله به زودی خواهیم داشت که این مجله ما یه چیزی شبیه فورین افرز خواهد بود که تمام کارهای ما رو، چه کارهای اقتصادی سیاسی و هر بخشی از ما که هر محصول علمی تولید میکنه رو ما به دنیا ارائه خواهیم داد. مسئله نظامی هیچ تفاوتی با مسائل دیگه نداره، نظامیگری از آسمون نیفتاده، یه بخشی از جامعه هست، یه نیازی از در جامعه هست که ما اونم همونطوری که گفتم به شکل علمی بهش برخورد خواهیم کرد، به شکل علمی حلش خواهیم کرد و به شکل علمی خواهیم فهمیدش و اون چیزی که میفهمیم رو در اختیار جمع میذاریم و کسی که خواست همونطوری گفتم از محصولات ما استفاده میکنه. چیزی که آقای دکتر هودشتیان گفتن، خانم نظر شخصی ایشون و عقیده شخصی خودشون بوده، به مسئله ققنوس هیچ ربطی نداره. در گروه ققنوس
تفکرات دیگه وجود داره، ولی ما نمیخوام راجبش صحبت بکنیم چون مسئله سیاسی، نمیخوام وارد مسئله علمی بشه. اینه که این فقط یه نظر شخصی بوده و زیاد نباید نگران باشیم. با اجازه من میخوام به یه مسئله اشاره بکنم. ما به سیاسی گفتن، ما یه چیزی داریم به اسم علوم سیاسی و ما در اینجا به علوم سیاسی اشاره داریم میکنیم، نه مسائل سیاسی. اینجا همه چی با علم جلو میره و اگه بخوایم اینجور حرفا رو بزنیم ما کارمون رو نمیتونیم درست انجام بدیم. و مسئله اینه که بتونیم اینو در ریشه این مسائل رو ما تحقیق کنیم، بخونیم و ببینیم که چه راههایی برای آینده کشور بهتره. و دکتر دشان خودشون هم اینجا هستن، ما میتونیم ایشون صحبت هم بکنن در ضمن، احتیاج نیست که ما همه براشون صحبت بکنیم. بله خب خیلی ممنون. سوال بعدی رو ما میتونیم بپرسیم، علوم سیاسی هستش. خیلی ممنون دکتر دشتیان. اگه حرفی میخواد دکتر دشتیان بخواد چیزی بگید. بله خواهش میکنم. البته خدمتتون عرض شود که اگر اجتماعی از همه گروه بندی های سیاسی به گرد هم بیان و فکر کنن که برای ایران و فقط ایران کار بکنن و علم خودشون رو در خدمت این جامعه، این کشور، این جمعیت واقعا نیازمند بگذارن، چقدر خوب میشه. و اگر این جمعیت با گروه بندی های متعدد به دموکراسی، سکولاریسم، انتخابات آزاد معتقد باشن، چرا به گرد یک رهبر والامنش که دموکراسی رو بپذیره، انتخابات آزاد رو بپذیره، گرد نیان؟ چه اشکالی داره که جمهوری خواهان هم به گرد جناب شاهزاده رضا پهلوی گرد بیان؟ چه اشکالی داره اگر جناب شاهزاده به دموکراسی معتقد باشن؟ که ما به خاطر اینکه فکر میکنیم که ایشون اتفاقا معتقد به دموکراسی، جمهوری، انتخابات آزاد و سکولاریسم هستن، در این مسیر گام برمی‌داریم. جمهوری خواهان، ملی گرایان، سلطنت طلبان، مشروطه خواهان، همه میتونن در خدمت ققنوس باشن، برای ققنوس کار کنن و برای ایران آینده. خدمتتون عرض شد که این نکته آخر خیلی مهمه. خدمتتون عرض بکنم که در واقع همونطور که اشاره کردیم، سیاست در واقع در مقام نخست خودش علمه و این همونطور که اشاره شد، خانم فیزی اشاره کردن، علم سیاست رو با سیاست مداری، با پارتیزم در واقع پارتی بکنیم. خیلی ممنون. بریم سوال بعد. اینجا من بیست دقیقه شاهزاده میتونن در این مورد چند بله. کلمه بفرمایید. شاهزاده هم بخونم شما لازمه یک توضیح بسیار مهمی هست اینجا دوستان. انگیزه ققنوس برای من این بود که سوا و جدای مسائل سیاسی که دغدغه و مسئولیت تمام جریانات حزبی تشکلی انواع اقسامی که در خانواده های مختلف سیاسی که داریم در ارتباط با آینده مملکت، شکل نظام آینده، تشکیل مجلس مؤسسان، تدوین قانون اساسی و تمام بحثایی که بارها و بارها باش درگیر بودیم و بسیاری از شما که در رسانه فعال هستید و دنبال میکنید، طبیعتاً یک بحثی است که جنبه های کاملا تصمیم گیری جامعه در تعیین سرنوشت سیاسیشون هست. دلیلی که ققنوس رو خواستم تشکیل بدم و کاملا سوا و جدا از بحث‌های سیاسی و آلوده نشدن دوستانی که صرفاً از یک دید تخصصی و حرفه‌ای جهت بازسازی کشورمون از دیدگاه‌های علمی بتونن راهکارهایی رو ارائه بدن ولی آلوده جو سیاسی نشن، و اصلا این هدف، باز میگم اصلا مسئله به من ربطی نداره، مسئله ققنوس، این متخصص اصلا در خدمت مردم ایران. تمام طرح‌ها و برنامه‌هایی که ققنوس ارائه خواهد داد نه مسئول اجراش هستن نه تصمیم گیر. تصمیم گیر دولت‌های منتخب ایران در آینده خواهند بود که اون مسئولین حکومتی و دولتی هستند که باید تصمیم بگیرن که کدوم یکی از این طرح‌ها به درد می‌خوره، به اجرا نذارن و یا نگذارن. مسئولیت ققنوس در این راستا سیاست گذاری نیست، پیشنهاد راهکارهای در ارتباط مسائل کشور هست، تصمیمش و انتخاب این روش ها با مسئولین حکومتی و دولتی آینده کشور خواهد بود. بنابراین از دوستان تقاضا میکنم که کمک بکنید در این شفافسازی و روشنگری. هیچ اجندای پنهانی در کار نیست و این رو در عمل خواهید دید. و بارها بارها گفتم که
امیدوارم این بار کسانی باشن که در عمل خودشون نشون بدن و نه در گفتار، چون ما گفتار 40 ساله که شنیدیم هنوز نتیجه عملش هستیم. و این گروه رو اجازه بدید سوای این فضای سیاسی و درگیری هایی که همیشه داشتیم، که امیدوارم مسئولین سیاسی امروز به اولویت وظیفه‌شون برای جلوگیری از یک بحران پس از فروپاشی نظام که کشور در جهت یک انفجار کنترل شده و نه یک آنارشی بره، اون خلأ رو از نظر مدیریت سیاسی پر بکنن، که وظیفه این گروه نیست. هر سوال سیاسی دارید از اون افراد بپرسید، نه از این دوستان. این دوستان بنابراین کارشون کار علمی است و تحقیقی، و امیدوارم که با این مشخص کردن و جدا کردن مسائل قاطی نشه مسائل. یه جا صحبت از پرتغال میکنیم، یه جا صحبت از سیب میکنیم. این دو تا چیز دو تا موضوع متفاوت است. مرسی. مرسی، خیلی ممنون. آقای احمد رفعت بفرمایید، از کیهان لندن. بله، من دو تا سوال داشتم. شما آقای کنگرلو گفتید که و خانم بزرگی که آمار از ایران خب نهادهای بین‌المللی هستن. من روز گذشته بانک جهانی بودم، گفتن گزارش‌های ما در مورد ایران هیچ ارزشی نداره، چون تنها بر پایه آماری است که دولت ایران در اختیار ما قرار میده. بنابراین حداقل در سطح اقتصاد کلان نمیشه به گزارش بانک جهانی اشاره کرد، چون خودشون میگن که گزارش‌های ما بر پایه آمار دولتیه. بنابراین در زمینه‌هایی که آمار دست اول، چون در زمینه کودکان کار حتی برخی انجیوهای ایرانی هم آمار بهتری دارن نسبت به چیز، ولی در مورد اقتصاد یه مقدار مشکل‌تره. بنابراین این مسئله رو چطوری میتونین حل کنین؟ سوال دومم اینه که شما گفتید که هر چی دستاوردهای کارهاتون در اختیار عموم قرار میگیره. خب این عموم شامل نهادهای جمهوری اسلامی هم میشه. این مسئله که اونها هم بتونن به پیشنهادها و نتیجه کار شما دسترسی داشته باشن، فکر نمی‌کنید تا حدی لطمه بتونه بزنه؟ بله، در مورد سوال اولتون بذارین من یه جوابی به شما بدم در رابطه با تخصص خودم که فیزیک هست. ما پدیده‌های خیلی پیچیده‌تر از اقتصاد رو تونستیم دربارش اطلاعاتی پیدا کنیم که حتی بانک جهانی هم نداشته. ما میتونیم به دنیای خارج نگاه کنیم، منتها موقعی که بهش نگاه میکنیم ساتلایت‌ها رو میفرستیم بیرون از حتی سیاره منظومه شمسی و نگاه میکنیم به تمام جهان. موقعی که نگاه کردیم این دیتاها رو جمع‌آوری کردیم، خودمون میدونستیم که با وجود این ساتلایت 1 میلیارد دلاری که فرستادیم به خارج از مرزهای منظومه شمسی، اطلاعاتی که اون داره به دست میاره تمام اطلاعات نیست، بخشی از واقعیته. بنابراین یه ساتلایت های دیگه ای فرستادیم، یه سفینه های دیگه ای فرستادیم، بعضی هاشون توی نور ویزیبل بودن که دکتر همدانی میتونن بیشتر به شما بگن، بعضی هاشون توی انفرارد بودن، بعضی هاشون توی اکسری بودن. موقعی که تمام این اطلاعات رو، طبیعت اینجوری رفتار میکنه که هر جنبه های مختلفی داره هر پدیده، که اگه شما واقعا عشق به درک واقعیت های طبیعت داشته باشید، میتونید تمام توانایی انسانیتون رو استفاده کنین و به اشکال مختلف در مورد اون پدیده اطلاع جمع آوری کنین. موقعی که اطلاعات رو جمع آوری کردین، اگه واقعا روش علمی رو یاد گرفته باشین، این اطلاعات مختلف رو کنار هم دیگه بذارین، یک تصویر بسیار دقیقی از واقعیت به دست میارین. بنابراین نه تنها حکومت‌های دیکتاتوری خیلی به قول معروف جلسلی تمام دیتاهای خودشون رو نگه می‌دارن و به دیگران نمیدن، طبیعت هم همین خاصیتو داره، خیلی دوست نداره که اطلاعاتش به ما بده. بنابراین به این خاطری که احتیاج داریم که پولای زیادی خرج کنیم، زمانهای زیادی بذاریم، همونطوری گفتم دوستان ما اینجا تمام عمرشون رو تخصیص دادن به یک رشته کوچیکی از طبیعت، مثلا اقتصاد، مثلا سیاست، مثلا انرژی. حالا این تخصصی که ما یاد گرفتیم دقیقاً همین رو به ما یاد داده که ما اگر می‌خوایم درباره یه پدیده طبیعی حرف بزنیم، باید تمام داده‌ها رو از تمام منابع مستقل و مختلف جمع‌آوری کنیم، کنار هم دیگه بذاریم، اون واقعیت رو بازسازی بکنیم که یه کسانی یا بعضی وقتا طبیعت می‌خواستن از ما واقعاً دور بدارن، از دید ما دور بدارن. ما همونطوری گفتم پدیده‌های بسیار پیچیده‌تر از اقتصاد ایران رو ما تونستیم ازشون دیتا به دست بیاریم، ازشون داده به دست بیاریم و دقیقاً خوب بفهمیم که دقیقاً چه جزئیاتی و چه ساختاری دارن و در رابطه با اون سیاست گذاری بکنیم. سوال دومی که کردین در رابطه با من میتونم سوال دومو جواب بدم؟ حداقل بگین چی بود. آقای رفعت پرسیدن که این دیتایی که این به حساب کارهایی که ما میکنیم الان در ایران
اگه قرار باشه قابل استفاده بشه، خب جمهوری اسلامی هم میتونه استفاده کنه. جناب رفعت اگر خدمتتون باشه، من به طور خیلی خلاصه گفتم، مثلا در قسمت مربوط به خود من، مربوط به تکنولوژی دیجیتالی، مثلا فرض کنین که مسئله که در آرتفیشال اینتلیجنت الان میگذره، ما در دنیای آزاد این دیتا رو و این علم رو رد و بدل نمی کنه، برای اینکه اطمینان به بعضی از محافل و بعضی از افراد نداره. بنابراین تا آزادی نباشه علم شکوفا نخواهد شد به معنی واقعی. ما دانشمندان خیلی زیادی در ایران داریم، شکی درش نیست، ولی اون به روز بودن و اون مسئله که بتونن با مسئله کاملا روز رد و بدل، اطلاعات رد و بدل بکنن، وجود نداره. در مورد مثلا جهانگردی که گروه دیگه هست، شما میتونید افرادی که میرن کوهنوردی ممکنه شب بخوام بیان دوتمن تلفونا بر تفریح داشته باشن که با یه سری قوانین سازگار نباشه. بنابراین یه چین صنعتی نمیتونه اون شکوفایی در ایران هم داشته باشه. خیلی ساده است این مثلا. ما راجع به آینده ایران، دنیای آزاد و ایران آزاد و موقعی که انشالله دموکراسی در ایران برگزار بشه. منم با اجازتون فقط یک کلمه سپورت بکنم چیزایی که دوستان گفتن، و اینکه من فکر کنم با اون اینتلیجنسی که بین دانشمندان ایران در درون ایران هست، مطمئن باشید اگر دستشون میرسید خیلی خیلی بیشتر از کارهایی که حتی ما اینجا پیشنهاد میکنیم اونا میتونه عمل کنن. ولی همین که دکتر اش گفتن، اون تریک چیز آزادی هست و تا آزادی نباشه اونا نمیتونن هیچ کاری بکنن. و چون سوال شما در رابطه با داده های اقتصادی بود، اجازه بدید دکتر زندی چند کلام بگن در این مورد که تخصصشونه. خیلی ممنون. ببینید شما انگشت گذاشتین روی مسئله خیلی حساس. شما موقعی که به آمار مثلا فرض کنید در مورد تورم به ایران توجه در ایران توجه میکنید، میبینید که اداره آمار رقمش با بانک مرکزی ایران متفاوت است. یعنی اونها در داخل خودشون هم به یک اصول خاصی معتقد نیستن. در نتیجه کاملا درسته که اون ارقام رسمی اصلا قابل قبول نیست و ریلایبل اینا نیستن به هیچ وجه. ولی شما فقط تصور کنید که فقط در همین قاره، در این مملکت، در امریکا صدها اقتصاددان ایرانی هست که اینها در جورنال های مختلف مرتب در حال تحقیق هستند و تابلیکیشن هایی که دارن انجام میدن، تحقیقات که دارن انجام میدن، تحقیقاتی نیست که بر اساس لزوما ارقام دولتی و رسمی جمهوری اسلامی باشه. اینا در حقیقت سروی کوشنر انجام میدن، اکسپریمنتال اکونومیکس رو فالو میکنن و از سورس های دیگه، چون تینک تانک هم در دنیا فراوان هست که اینها به طور تخصصی ریسرچ های مختلفی انجام میدن. و در آخرین قسمت خدمتتون عرض بکنم، اقتصاددانانی که در داخل ایران هستند که اینها خودشون در رشته های مختلف، در بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی فعال بودن و ما امید اون هست که بتونیم با اونها ارتباط برقرار کنیم، میتونن که منابع بسیار دقیقی برای آمار صحیح باشند. و یه نکته دیگه هم شما گفتین که خیلی مهمه و واقعا حق شماست که به اون نکته بپردازیم، و این که کارهایی که ما میکنیم، طرحایی که ما ارائه میدیم، چرا به تمام جهان ارائه میدیم، چرا به طور آزاد ارائه میدیم، که مثلا ممکنه که حتی جمهوری اسلامی هم از این طرحها استفاده کنه. ببینید طرحایی که در یک دنیای آزاد ارائه بشه و به دست بیاد، ما یک تفکری از جهان آزاد داریم، از ایران آزاد داریم که بر اساس اون تفکر طرحهای اقتصادی، طرحهای سیاسی، طرحهای محیط زیستی ارائه میدیم. این طرحها به شکلی ارائه شده که واقعا ایران رو یک جامعه آزاد فرض میکنه. بنابراین مثلا بودجه‌ای که به بخش اقتصاد تخصیص داده میشه، به بودجه‌ای که مثلا به بخش صنعت صنایع زیرزمینی و زیرساخت‌های کشور تخصیص داده میشه، بودجه‌ای که به فرهنگ و آموزش پرورش داده تخصیص داده میشه، نوعی که فرهنگ و آموزش پرورش در کشور ما باید طراحی بشه و واقعا بازسازی بشه، اونا تمام این طرحهایی که ما داریم ارائه میدیم به خاطر اینه که از انسانهایی که با تفکر آزاد و تعلق خاطر به تفکر آزاد این طرحها ارائه میدن، متاسفانه و یا خوشبختانه فقط به وسیله حکومت‌های آزاد قابلیت اجرایی داره. به این خاطر که ما وحشتی از اینی که اینها رو ارائه بدیم به جمع نداریم. خیلی ممنون. سوال بعدی
بفهمین شما از خبر نگاری بی بی سی آقای خشایار خشایار جانیدی هستم بی بی سی فارسی. سوالی که من دارم از شما این هست که فقط در فکر ارائه راهکار به راهکارهای اجرایی هستید یا که دنبال فرهنگسازی عمومی هم هستید؟ مثلا در زمینه محیط زیست وقتی صحبت میکنیم یه سری سیاست‌های کلان لازم هست برای رفع مشکلات که در زمینه آب هست، آلودگی هوا هست و مشکلات دیگر، اما بخشی از این برمیگرده به مسئله فرهنگسازی عام در مورد که افراد چگونه بهینه استفاده کنند منابع طبیعی که در حال از بین رفتن هست، یا در زمینه حقوق بشر که صحبت می‌کنیم یا حقوق اقلیت‌ها، بخشی از این باز برمیگرده به مردم. در این زمینه چه کاری انجام میدید؟ ممنون از سوالتون. اتفاقا یکی از اون 10 بخشی که در بخش مشکلات اجتماعی ایران هست به استثنای آموزش پرورش، که ما در آموزش و پرورش گنجوندن کار تیمی، کار گروهی از پایه تا آموزش عالی با گنجوندن مواد درسی مثل آموزش هنر، ورزش بانوان، نه به صورت تئوری، به صورت عملی اونها رو تو اون بخش گنجوندیم. آموزش های دانش آموزان در مورد مسائل مختلف، محیط زیست یکیش هستش، اون رو گنجوندیم. این که از واقعا از پایه شروع بشه و با حتی تا درجات عالی تر تا دانشگاه همه ادامه داشته باشه. در بخش فرهنگ یک بخشی ما داریم به نام انسجام فرهنگی، اون بخش رو ما گنجوندیم. و انسجام فرهنگی به خاطر اینکه مثلا باز در مسئله کودکان کار ما 67% بیش از نیمی از اونها کودکان افغان هستن، کودکان دو تابعیتی افغان ایرانی هستن. بخش انسجام فرهنگی رو ما حتما در نظر داریم و در یکی از بخش های مشکلات اجتماعی ایران هستش. و آموزش پایه‌ای در مسائل مختلف از محیط زیست، از هنر، از ورزش و با شاخه های مختلف هنر و ورزش و محیط زیست، اینا رو در آموزش پرورش و بخش دیگر که انسجام فرهنگی هست در نظر گرفتیم. من یه چیزی اضافه کنم به حرفای بسیار پرمغزی که خانم بزرگی زدن در این رابطه. به طور کلی فرهنگ با وجود اینکه یک کلمه خیلی عجیب و غریب به نظر میرسه، مثل یه توده ابری تو آسمون که تعریف خاصی نداره، شکل و شمایل خاصی هم نداره، ولی فرهنگ هم از بقیه پدیده‌های جامعه جدا نیست. فرهنگ به طور کلی در هر جامعه‌ای روی دو تا فاکتور بسیار مهم بنا شده، یکیش اخلاقیات جامعه است. منتها در طول مثلا هزاران سال گذشته فقط نهادهای خاصی مسئول اخلاق بودند. ما الان در جوامعی که علم جایگزین اون نهادهای دیگه میشه، بعد اخلاق علمی رقابت میکنه با اخلاقهای دیگه که در درون جامعه وجود داره. بعد موقعی اخلاق علمی نهادینه شد، بین مردم رواج پیدا کرد، مقبولیت پیدا کرد، در درون فرهنگ بازسازی میشه. موقعی درون فرهنگ بازسازی شد، اون کاری که شما گفتین به طور طبیعی انجام میشه. بنابراین علم، اون چیزی که من گفتم و شاهزاده هم گفتن، اینی که واقعا قابلیت معجزه سازی داره، یعنی کارهایی میکنه که حتی شما فکر نمیکنین که این کار متعلق به علم بوده. مثلا کسی که کار مثلا داره فیزیک میکنه یا استرونومی میکنه یا ساتلایت میفرسته به خارج از مرز، فکر نمیکنه که این بازداشت بازتاب اخلاقی داشته باشه، ولی داره. موقعی ما فکر میکنیم جهان چه شکلی به وجود اومده و با یک سناریوی دیگه‌ای داره رقابت میکنه، سناریوی علمی، این قابلیت اخلاق سازی داره و اخلاق قابلیت فرهنگ سازی. بنابراین ما فکر میکنیم حتی در اون زمینه هم ما میتونیم به کشورمون خدمت بکنیم. صحبتی بکنم. خانم دکتر فیضی بقایی هستم از لندن. اگر اجازه بدید، چون در مورد محیط زیست صحبت کردن، من فقط این مطلب رو اضافه بکنم که خوشبختانه ظرف سالهای اخیر با معضلات بزرگ محیط زیستی که ما در ایران داشتیم، خود مردم خود به خود خودجوش شروع کردن به تعلیم دادن در این زمینه ها. الان در بسیاری از مدارس ایران، در بسیاری از آموزشگاه ها، اینها بچه ها رو تعلیم میدن در مورد امور محیط زیست. کاری هستش که دولت واقعا و حکومت جمهوری اسلامی به اون صورت خیلی درش دستی نداشته و همکاری نکرده در این مورد. خود مردم با کمک همدیگه، با کمک کنشگران محیط زیست که متاسفانه خیلی هاشون مورد ظلم قرار گرفتن به اون صورت، ولی تونستن یک محیط و یک پلتفرمی رو درست بکنن، یک واقعا سکوی رو درست بکنن که همه بر روی اون بتونن این آگاهی ها رو در مورد محیط زیست پیدا بکنن. و همون باعث شده شما وقتی که یک جایی رو میبینید که محیط زیست کثیفه، خیلی آشغال ریخته شده، اینها ناگهان مردم، جوان ها میرن و اونجا رو تمیز میکنن و پاک میکنن.
کسی بهشون دستور نداده، کسی بهشون چیزی کاری واگذار نکرده، خودجوش این کار رو انجام میدن و بایستی توی همون فرهنگ سازی که خانم بزرگی گفتن این گنجونده بشه که این رو گسترش بدیم هرچه بیشتر، که آگاهی مردم از محیط زیستشون و نگهداری و پاس نگه داشتن محیط زیستشون رو بیشتر و بیشتر بکنم. در مورد آب فکر کنم دکتر اقبال چند کلام دارن که میخوان بگن. ممنونم. ممنونم دکتر کنگلو. بله نگاه کنین، این مطالبی رو که الان داریم اینجا بحثش رو میکنیم درست مثل یک فرش خود ایرانیمون خطای مختلفی داره، بافتای مختلفی داره و در این مجلس اینجا به نکته های ریزش به سهولت نمیشه پی برد، خیلی کار هستش. ولی وسعت سوالی که شده و صحبتی که شده و تخصصی من زندگیمو برای 40 خورده سال بیش گذاشتم برای فقط کار آبیاری، به نظر من برای مملکت خودمون مهمترین موضوع آبه و آبیاری و امنیت رسوندن آب برای مردم. و این در خود فرهنگمون که شما بهش اشاره کرده بودین در گذشته چندین سال، 100 سال گذشته، واقعا از خود درون ایران به وجود آمده. و اگر شما در نظر داشته باشین زمانی که بقیه دنیا من جمله اروپا هنوز دست و چپ راستشون رو داشتن نگاه میکردن که از کجا آب بیارن، ما قنات‌سازی داشتیم در ایران. بله قنات‌سازی پمپ نداشتش ولی با همون آبی که فراهم میشد خونه ها رو گرم نگه می داشتیم، خونه ها رو سرد نگه می داشتیم در زمستان. بدین لحاظ مقدار خیلی زیادی تکنولوژی در خود داخل ایران هست، منم به یه مقدارش پی بردم، به یه مقدار بیشترش پی خواهم برد. ولی سوال شما فقط وسعت مسئولیت و کاری که در پیش داریم و در این 40 سال گذشته بهش پی برده نشده، این موضوع موضوع سیاست نیست، موضوع حقیقته. اگر می بود مملکت ما الان آب شیرینشو به همسایه هاش نمی فروخت که داره می فروشه همدن. و ما باید فکرمون در وهله اول نه فقط امنیت آب برای خود مملکتمون باشه، بلکه تا اون حدی که ما بتونیم مملکت خودمون رو آباد بکنیم و آب براش فراهم بکنیم، امنیت آب رو مسلط نگه داریم به دنبال فرمایشات در مورد محیط زیست. اینا همش با هم دیگه جزه، مثل 5 تا پنجه یه دست مربوط به هم دیگه. یه تنظیمی بتونیم بهش بدیم برای تمام همسایه های ایران، مملکتمون از شمال تا جنوب، از مغرب تا مشرق مفید قرار خواهد گرفت، چون که ایرانی به وجود خواهد آورد که مسلطه، بدون دردسر نخواهد بود، 100% پر از دردسر خواهد بود ولی مسلطه و میتونه کار خودش رو پی ببره در آزادی، در روشنفکری، در به اصطلاح توجه به آینده، در عوض اینکه آدم به گذشته نگاه کرده باشه. مرسی. در اینجا میخواییم چارتی که تهیه دیدن دکتر عزیزی رو نشون بدیم، شما اگه میخواین اکسپلین بکنین، توضیحاتی در مورد این بدین دکتر عزیزی. این ارگانیزیشن، البته ما راجع به این صحبت کردیم ولی این چارتی که ما فکر کنم یه خوردم آوت‌دیتد باشه، ولی این چارتی که دو قسمت مجزا رو نشون میده، یه قسمت اداری است که به وسیله داشلاین نشون میده و قسمت گروهایی که راجع بهش صحبت کردیم به صورت سالید لاین نشون میده. و من یه چیزی که میخوام بگم و اهمیت خیلی مهم میداره توی تمام این کارهایی که ما داریم میکنیم، تحقیقات و پیشنهاداتی که داریم میکنیم، اینه که یه هارمونی هست و یه اینتگریشن هست بین تمام این گروه ها، تمام این کاتگوری هایی که ما داریم. منظور من چی هست؟ منظور من اینه که اگه راجع به سوشال ایشو و معضلات اجتماعی داریم، معضلات اجتماعی داریم صحبت میکنیم، همونو میتونیم با مسئله آب هم ربط بدیم و همونو میتونیم با مسئله انرژی هم ربط بدیم. تمام این گروه ها درست هر کدومشون یه دایرکتور دارن و گروه خودشون دارن، ولی همشون با همدیگه در تماس هستن و بعض وقت و نه فقط بعض وقت، خیلی وقتا اینا با همدیگه اوورلپ میکنن و با همدیگه کامیونیکیت میکنن. به خاطر همین
یکی از خوبیای تمام این ارگانیزیشن ققنوس که ما داریم همین هارمونی که هست که بین تمام این گروه ها وجود داره. من میتونم یه مقداری اضافه کنم. همطور که آقای عزیزی گفتن، ما بر اساس دانش فکری که در اینجا بهش میگن سیستمز تینکینگ، و من در این مورد به هر حال هم درس دادم و هم اتوریتی دارم، هولیستیک ویو، یک نگاه جامع داره. بنابراین تمام این مسائلی که در اینجا هست به عنوان سیستم، یک سیستم حساب میشه و گروه های کشاخه هایی که در اینجا هست ساب سیستمه، و از همینطور که میتونین فکر بکنین الیمنت های مختلف زیر هر ساب سیستمی قرار داره، سیستم، ساب سیستم و الیمنت. این پروسسیه که ما رعایت میکنیم. یه نکته. نکته دوم که میخواستم خدمتتون عرض بکنم، آقای دکتر بقایی اشاره کردن که خود مردم ایران به خصوص جوانا در مسائل محیط زیست بسیار بسیار دخیل هستن و کار میکنن و سعی میکنن که مثل خارج، مثل اونایی که واقعا مسائل محیط زیست رو رعایت میکنن، اونا هم رعایت بکنن. این مسئله جوانان و این نسل فعلی هستش که مورد نظر ماست. ما معتقدیم نسل فعلی ایران بسیار بسیار آگاه تر از چند نسل قبل هستش، چه در مسائل سیاسی، چه در مسائل اجتماعی، چه در مسائل علمی که ما بهش توجه داریم. ما به این نسل امیدواریم و ما فکر میکنیم که آینده رو همون نسل خواهد ساخت. آخرین نکته که میخواستم بگم خدمتون، یه اروری، یک اشکالی در معرفی من پیش اومد. من محل کارم، چه دانشگاه چه بیزنس هم، در میشیگانه، نه محل از میشیگان گریجویت نشدم. میخواستم بگم که نه، چون به هر حال این پخش میشه، نمیخواستم که دیتای اشکال داشت. مرسی. خیلی ممنون. سوال دیگه اگه هست آقای مهدی خلاجی بفرمایید، بعدش هم شما. خیلی ممنون. بلند میکروفون دست کی هست؟ خیلی ممنون. من مهدی خلاجی هستم از واشنگتن اینستیتوت. خیلی ایده ققنوس بسیار درخشان هست و حرکت ملی هست که باید از تکاتک کسانی که در این حرکت شرکت کردن و عضویت دارن و به نوعی کمک کردن باید قدردان اونها بود، به خصوص از شاهزاده که مبتکر اصلیش هستن. ولی تا اونجا که من فهمیدم، ممکنه که این برداشت غلط من متکی باشه، تا اونجا که من فهمیدم تمام این گروه کارشون ساینس هست، یعنی علوم انسانی کاملا جدا از این گروه هست، در حالی که یکی از بحران‌های اصلی که ما در ایران داریم بحران علوم انسانی است. و اتفاقا در جمهوری اسلامی اون چه که ما می‌بینیم، علم و تکنولوژی، یعنی ساینس و تکنولوژی تقدیس میشه. یعنی ما بنیادگرایی اسلامی هیچ مشکلی با ساینس و تکنولوژی نداره و به عکس میخواد از ساینس و تکنولوژی برای اهداف ایدئولوژیک خودش استفاده کنه. اینجوری نیست جناب خلاجی. ولی حداقل آقای خامنه ای که اینطوریه. لیپ سرویس کشور بهمون میگن لیپ سرویس. ولی در مورد علوم انسانی ما میبینیم که به طور منظم 40 ساله که علوم انسانی تحت فشار هستن و یک نوع حمایت سازماندهی شده ای نیاز هست برای علوم انسانی در خارج از کشور و برای ساختن ایران، ایرانی که پیشرفته باشه، توسعه یافته باشه. خیلی ممنون. سوال چی بودش اینجا؟ همین، آیا ایده ای برای علوم انسانی وجود داره یا اینکه علوم انسانی کاملا محذوف هست؟ من تا حدی با این سوال شما مخالفم، به خاطر این وقتی گفتم که 10 گروه مشکلات اجتماعی داری و آموزش و پرورش یکی از اون گروه های مهم هستش و تمرکز بر روی تحقیق چگونگی تغییر کتب درسی ما که شامل کتب درسی که ما میشه فقط مقصود ما ریاضی و فیزیک و شیمی نیست، علوم انسانی، جامعه شناسی، روانشناسی. اولا دکتر رات اینجا هستن که در بخش روانشناسی همیشون با گروه ما همکاری میکنن، در بخش
جامعه شناسی رو ما داریم و گنجوندیم در آموزش و پرورش، و بخش دیگری هم داریم که در علوم انسانی، الان علوم سیاسی و حقوق، اینا همه جزء علوم انسانی هستن. در نتیجه بخشی که میمونه جامعه شناسی، روانشناسی و علوم دیگر رو ما در بخش آموزش و پرورش گنجوندیم. و وقتی که صحبت از تغییر و بهبود، نمیخوام بگم تغییر، حالا بهبود کتب درسی ما هستش از پایه تا آموزش عالی، علوم انسانی قطعا شامل اون هستش. ما اون رو اصلا رد نکردیم. آموزش پرورش بخش مهمی از 10 بخش گروه مشکلات آموزشی، مشکلات اجتماعی ما هستش. و باز در بخش آموزش و پرورش کمک و یاری از روانکاوان، از جامعه شناسان در مدارس، اون رو حتما ما در بخش تحقیقات دراز مدتی گفتم اون درش هستش. و افراد بسیار، معلمان و روانکاوان و جامعه شناسان بسیاری داریم که در ایران کارهای خیلی خوبی میکنن. و همینطوری تا همین لحظه، سه هفته که ما هستیم، افراد بسیاری با ما تماس گرفتن که چطور میتونن همکاری بکنن، پژوهششون رو ارائه بدن. و ما اصلا این رو رد نکردیم. میگم در بخش آموزش پرورش چون خیلی گسترده است، آموزش پایه تا آموزش عالی هستش و مطالب درسی، و اینو ما اصلا رد نکردیم. میگم همچنین حقوق و علوم سیاسی هم بخشی از علوم انسانی هستن. بله، من یه نکته‌ای که شما گفتین و باید ما در مورد شفاف سازی بکنیم اینه که در جمهوری اسلامی علم رو تقدیس میکنن. ببین این دو کلمه‌ای که شما کنار هم دیگه گذاشتین، در علم مقدس وجود نداره. اگر کسی تقدیس کرد، حتی اگه دانشمندان علم رو تقدیس کردن، باورشون نکنید. برای اینکه ما در علم هیچ چیز تقدیس شده وجود نداره. ما اون چیزایی که نیوتن کشف کرد 100 سال پیش الان به بچهای دبستان تدریس میکنن، دیگه اصلا قابل اعتنا نیست. اون در صفحه اول اکتشافات علمی وجود نداره. علم یه پدیده همواره قابل تغییره، همواره در حال تغییره. بنابراین اگر شما به مقدس سازی بپردازین، در گذشته منجمد میشین. همینطوری که تمام مذاهب یک روزی علم بودن، به شکل مذهب ارائه نشدن، به عنوان آخرین پدیده و قابلیت حل کردن مسائل جامعه ارائه شدن، منتها با یک کویات. اون اینی که همین داده هایی که ما داریم، همین اطلاعاتی که داریم، همین علمی که ما داریم، همشه، همه چیزه. دیگه بعد از این علمی نخواهد اومد. کار دانشمندان اینه که بگن که ما یه سری کارهای کردیم، ولی کارهای زیادی در آینده قابل انجام شدن هست. و در دانش و در علم دو تا چیز وجود نداره. یکی قدسیت وجود نداره، یکی مرجع علم، مرجع وجود نداره. متخصص ما داریم، ولی مرجع نداریم. هیچ کسی نیست که مثلا اگر دکتر زندی الان میتونن یک برنده جایزه نوبل تو اقتصاد رو مورد چالش قرار بدن توی سمینار ساده، که به احتمال خیلی زیاد هم انجام دادن در گذشته. دانشمندان این خاص، این فرهنگ اخلاقی علمه که به هیچ وجه در علم مرجعیت علمی وجود نداره. بنابراین اون کاری که در یک کشورهای مثلا مثل کره شمالی انجام میشه، که از یک قسمتی از علم که در خدمت حفظ نظامه، در به اون بودجه های عظیمی تخصیص میدن، این تقدیس علم نیست، این استفاده ابزاری از علم برای حفظ بقای نظامه. ما باید بتونیم قابلیت تفکیک این دو تا پدیده رو اصلا دیگه داشته باشیم، تا حفظ بقا رو به تقدیس علم تعبیر نکنیم. بله دکتر راد بفرمایید. اصلا خدمتتون یه مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که بسیاری از این تقسیم‌بندی‌های علمی که ما الان می‌کنیم، تقسیم‌بندی‌های قدیمی و در واقع تقسیم‌بندی‌های تصنعی هستن. ما همونجوری که همکارام خیلیشون فهمیدن، بسیاری از این سیستم‌ها به هم دیگه مربوط هستن. و الان حتی در زمینه هلت، مثلا شما دیگه فقط هلت، قسمت بیولوژی و قسمت سایکولوژی و قسمت سوشیولوژی، اینا تبدیل شده به بایو سایکو سوشیال، به هم مربوط هستن. در نتیجه اینا هم نظر علمی به هم دیگه پیوند دارن. شما همطور یک انسان یک پدیده هستش، از مجموعه تمام جسم و روح و روان تقسیم بندی کردنش، کلاس بندی کردن، کلاس بندی هایی بوده که انجام شده یه مقدار برای اینکه این مطالب بتونن ارگانایز بشن. ولی یک انسان واقعی مجموعه همه این عوامل است، و جامعه متشکل از انسان واقعی هم مجموعه این مسائل در بر. یک و دو، اینکه برنامه‌ریزی‌هایی که قرنوس انجام میده، برنامه‌ریزی‌هایی هستن که دراز مدت هستن، ولی دارای مرحله‌های مختلف هستن. مرحله کوتاه مدت، مرحله میان مدت و مرحله دراز مدت. به خاطر اینکه روش علمی بدین گونه هست، شما اول می‌بینید به کجا می‌خواید برید و بعد مهندسی معکوس می‌کنید در مراحل مختلف. مسئله فرهنگ سازی یکی از مهمترین مسائل هست که در دراز مدت پیاده میشه، ولی معطل و منتظر بقیه قسمت‌ها نخواهد بود. اصلا اول تمام اینها همگام با همدیگه به پیش میاد. مثلا در زمان زمینه
بهداشت و درمان که من عرض کردم، مسئله آموزش بهینه زیستن و سالم زیستن و پیشگیری بیماری ها از طریق سالم زیستن یه مسئله اصلا اولویت ملی است، یک مسئله اولویت آموزش ملی است. از همون روز اول شروع میشه، ولی ممکنه که در عرض 25 سال در عرض 50 سال به بهترین نتیجه خودش برسه. همین مسئله هستش که در بعد فرهنگی هم به همین گونه خودش رو پیدا. مرسی دکتر. فقط یک سال دیگه کسی که ما صحبت به همه شما حوزه کار من میخوره، اجازه بدین که نکته بنده اضافه کنم در مورد مسئله پرسیدی بسیار ارزنده که آقای خلجی عنوان کرده، ولی توضیحات آقای راد و آقای کنگرلو بسیار بسیار مناسب بود. توجه داشته باشین که در حوزه کاری من در سیاست و مسائل بین‌الملل اصولاً طرح دموکراسی در ایران در رأسشه، یعنی طرح دموکراسی در ایران فکر نمی کنم که مورد پسند جناب خامنه ای باشه و از این لحاظ فکر میکنم علوم انسانی همچنان که گفته شد در یکی از رؤوس کارهای قرنوز هست. خیلی من ما دو تا سوال آخر رو میپرسیم و بعد دیگه پنل ما میتونن جواب بدم. شما بفهمید آقای چالنگی بعدش. با سلام، آریا خوشخو هستم. سوالم فقط یک بخش داره. همینطور که میدونین یکی از مشکلاتی که ایرانیان مخصوصا جوانا در ایران باهاش روبرو هستن دسترسی به اطلاعات و اینترنت آزاد هستش و این تا حدی پیش رفته که روز قطع اینترنت اعلام میکنن که در روز احتیاج مردم رو از دسترسی به اینترنت جلوگیری بکنن و این در حالی هستش که ما ایرانیانی داریم که پایگزار کشور شرکت‌های مثل گوگل یا آمازون هستن و میتونن این مسئله رو خیلی راحت حلش کنن. آیا پروژه‌ای در نظر گرفته شده که با این استادان همکاری بشه و این مسئله رو واسه همیشه حلش کرد که مردم نتونن به اینترنت دسترسی پیدا کنن؟ دکتر عرش از کام خدمتون که یکی از برنامه‌ای که ما داریم همین مسئله‌ای که الان شما فکر کردین با introducing قرنوس که این امروز انجام میشه، ما برنامه‌مون هستش که با اون افرادی که شما میگین و همه رو ما میشناسیم که در سیلیکون ولی باشن چه در کمپانی‌های دیگه تماس بگیریم و خواهش بکنیم که همکاری بکنن. ضمناً یادتون باشه این الان دیگه وظیفه نسل جوان ایرانه، خود ایران داخل ایران که بدونه که زمینه برای آینده و برای همکاریشون با قرنوس و برای آینده خودشون، اشتغال خودشون و خانواده هاشون و بچه آینده شون فراهم شده. این با اونان که اینو به دست خودشون بگیرن، ما نمیتونیم، ما کار سیاسی نداریم که. این در مربوط به خود مردم ایرانه که از این موقعیت استفاده بکنن و سعی بکنن که با دنیا از نظر علمی درگیر بشن. ولی جواب سوالتون همون بود که من خدمتتون عرض کردم. بله، تو برنامه ما هست که با تمام این دوستان هم دست همکاری به طرفشون دراز کنیم و بخوایم که با ما همکاری کنن، چون مربوط به آینده مردم و آینده ایران و تکنولوژی هم هست که در حال توی پایپلاین داره میاد و من میدونم هم دیگران در موردش میدونن، چیز واقعا سیکرتی نیست، چیز مرموزی نیست. یکی از این تکنولوژی ها تکنولوژی فراهم آوردن اینترنت از طریق بالون هست که سازمانی مختلفی دارن روش کار میکنن. گوگل داره روش کار میکنه، وزارت دفاع امریکا داره روش کار میکنه، کشورهای دیگه روش دارن کار میکنن برای اینکه خیلی قابلیت رسوندن اینترنت به کشورهایی و جاهایی و مناطقی که زیرساختهای لازم برای اینترنت رو ندارن داره. خب یه همچین طرحی میتونه در ایران واقعا جلوی اون کسانی رو که میخوان جلوی دسترسی آزاد مردم رو به اطلاعات رو بگیرن باهاش رقابت بکنه. بنابراین این آینده در واقعا متعلق به ماست و متعلق به مردمیه که عشق به اطلاعات آزاد دارن و فکر نمی‌کنم هیچ حکومتی بتونه جلوی جریان اطلاعات آزاد رو بگیره. ببخشید من دیگه می‌خواستم اضافه کنم. ببخشید خانم بتو فیزی در این مورد در ایران همینطور که اطلاع دارین جوانای ایرانی واقعاً کارشون بسیار بسیار درخشانه در مورد مسائل دیجیتالی و بسیار واقف هستن و این همینطور که میدونین فیلتر شکن دارن و مسائل مختلف میتونن خود به حساب پیام خودشون رو ارائه بدن. اینی که ما میخوایم از این موقعیت استفاده بکنیم، از این استعدادها استفاده، اینا واقعا باید با دنیا ارتباط داشته باشن و اینا همه میتونن در شرکت‌های بزرگ کار کنن. وقتی ارتباط
با جهان باشه میتونن با شرکت ها، یعنی اشتغال مهمترین مسئله است برای اینا. در عمل هم این دیده شده. ما واقعا باید سپاسگزاریم از تمام ایرانیانی که از داخل کشور با ما تماس گرفتن، ایده های فوق العاده، جوان ها بسیار فعال و تا به حال کسی نتونسته جلوی اینها رو بگیره. همینطوری اطلاعات داره میاد و بایگانی داره میشه، به سرگروه ها ارائه داده میشه و به چالش میکشیم تمامه. میخوام بهتون بگم که میدونین وقتی که یک انسانی بخواد یک کاری رو انجام بده، به خصوص جوانهای توانمند و عاقل و متفکر ایرانی، جلوشون نمیشه گرفت. ممکنه برای مدت کوتاهی بشه خفشون کرد، ولی راههای دیگه ای هستش و ما طرق مختلفی داریم باهاشون در تماس باشیم. شما دکتر اقبال می‌خواستین و در آخر برنامه با اجازهتون یه مسئله خیلی کوتاهی میزنم. این شما در این بطری آب میبینین، خب من الان این آب رو اگر خم بکنم و بریزم، آب راه خودش رو پیدا خواهد کرد و پیدا میکنه. و همچنین این قدم اولی که ما برداشتیم واقعا قدم اولی هستش و چینیای مثل دارن که سفر هزار قدمه با قدم اول شروع میشه. ما چند قدم بیشتر از یک قدم برداشتیم و این آب رو هم هر کسی که خونه داشته باشه میدونه جلوی راه آب رو نمیتونی بگیری، از این درز و از اون درز و از اون درز میاد و محل خودش رو انتخاب میکنه. بدین لحاظ ما با امید تمام و مطلق نسبت به تمام مملکتمون، به همه هموطنانمون، توجهمون به عشق مشترک به همدیگه بوده و هست و خواهد بود، نه اینکه فرقی بین من و بین شما و بین بقیه چی هستش. فرق همیشه میشه پیدا کرد، ولی ما روزی رو که بتونیم مثل همین آب، دو المنت بیشتر نیست، هیدروژن و اکسیژن، دوتا، ما هم دو نفر ایرانی که باشیم، سه نفر میشیم، صد نفر میشیم، 82 میلیون نفر میشیم، یک پارچه، یک صدا، به ساخت مملکتمون پی خواهیم برد، نه به اختلافاتی که ما داریم. ممنونم دکتر. خیلی ممنون. اگه آقای چالنگی سوال آخرشون نماینده رسانه‌ای هستن بفرمایید. بس این سوال آخرمونه. خیلی ممنون. سریع. صدای من میاد؟ بله. ببینید من فکر میکنم که مشکل ما این کاری که انجام میشه خب کار بسیار مهم نیست، قابل فهم هم هست که یه کار علمی هست، بدون این که بخواید خود به خود یه کار سیاسی هم هست، به همون شکلی که کار گالیله بدون این که بخواد کار سیاسی انجام بده کار سیاسی بود. در ارتباط با ایران برنامه ریزی کردن برای آینده ایران کار سیاسی هست خود به خود. این یک موضوع. موضوع دومی که وارد این موضوع سوال بپرسین لطفا، که ما برنامه زنده است، باید برنامه رو تموم کنیم لطفا. خیلی ممنون. سوال این هستش که خب مسائلی که الان هست، مثل مسائل عشایر ایران، مسائل اقوام ایرانی، آیا راجع به اینها هم در ادامه راه فکری، اندیشه‌ای یا به مرور کمیته‌های دیگه هم خواهد بود، مثل سیاست خارجی یا بقیه مسائل دیگری که هست، یا همینی هست که امروز بیان شد؟ مرسی. در مورد اینی که فعالیت ققنوس سیاسی هست و علمی نیست، ما فکر کنم مکررن گفتیم و دکتر هودشتیان هم گفتن و مطمئنم چند کلامی دارن که بگن. علم سیاست با سیاستکاری متفاوته. واقعا برای ما خیلی سخته که اینو باور کنیم، برای اینکه به طور کلی هر کسی هر حرکتی که بکنه میتونه اظهار نظر سیاسی بکنه، برای اینکه در رابطه اظهار نظر در رابطه با کسانی که در حکومت هستن حق هر آدمیه، حتی کشورهای غیر دموکراتیک هم آدم‌ها این کارو میکنن بدون اینکه اجازه داشته باشن. بنابراین این چیزی که شما میگین درسته، سیاست کاریه، ولی کار ما به هیچ وجه سیاست کاری نیست. ما اینی که بخوایم فقط اظهار سیاست کاری، یعنی اظهار نظر غیر کارشناسی در رابطه با مسائل جامعه، این کاری هست که ما ازش اجتناب میکنیم، نه اینکه بهش میپردازیم. دقیقا نقطه مقابل کار ماست. کار ما استفاده از روش‌های علمی در هر جنبه‌ای از جامعه، سیاست فقط یکی از اون جنبه هاست.
ما شاید در این رابطه اون مسئله فرهنگ سازی که گفته شده انجام خواهیم داد، یعنی تفاوت بین سیاستکاری و سیاستگذاری، تفاوت بین علم فلسفه و خرافه ببخشید علم سیاست و خرافه سیاست. این کارو متاسفانه ما امروز نمیتونیم کسی رو قانع کنیم که این کارو خواهیم کرد با وجود اینکه چندین بار تکرارش کردیم، ولی در آینده فعالیت‌های ما اینو نشون خواهد داد. یه نکته دیگه که در رابطه با حرف شما بود اینه که قومیت ها چه وضعیتی خواهند داشت و چه شکلی و چه نقشی در ققنوس خواهند داشت. ببینید چون کار ما علمیه، ما نه علم کردی داریم، نه علم آذربایجانی داریم، نه علم مسلمان داریم، نه علم یهودی داریم. علم یک پدیده جهان شمول و زمان شموله، بنابراین براش فرق نمیکنه شما کردی یا آذربایجانی هستی یا فارسی یا بلوچی. ما در رابطه با این دنیا رو نگاه میکنیم، باید ما واقعا باید چشمامونو بشوییم و به دنیا به شکل علمی نگاه کنیم. این یکی از اون وظایف اعلام نشده ماست که ما فرهنگ علمی رو در جامعه جا بندازیم و نشون بدیم که واقعا ما از سیاست کاری گذشتیم. خیلی ممنون. من دیگه بعد برنامه اینجا داره تموم میشه. سوال لطفاً. خیلی ممنون که علم کردی در خیلی ممنون این رو اجازه بدید برای برنامه رو میتونم قطع کنم و بعد بفهم. شما ادامه بدید. خیلی ممنون. میخواین سوال دیگه رو جواب بدیم؟ برای اینکه ما وقت نداریم میتونیم پخش زنده رو قطع بکنیم بعد به بقیه سوالا ادامه بدیم. مثلا هم دکتر ببخشید خیلی ممنون. پرسش داریم ما که توسط بینندگان داره پرسش میشه، پرچم شیر و خورشید ایران سهواً نیست یا عمدن؟ متشکرم. هیچ کاری که بخواد مفهوم سیاسی یا پیام سیاسی داشته باشه ما اینجا به شکل نمادین انجام نمیدیم. ما کسانی هستیم که قابلیت ابراز عقیده به زبانهای مختلف رو داریم، بنابراین این کاری که کردیم که این شکلی که اینجا رو آرایش کردیم و چینش کردیم به خاطر اینکه با تاکید بر ماهیت علمی خودمون داشته باشیم. ققنوس یک پدیده ایرانیه و زبان ما زبان فارسیه. شاهزاده رضا پهلوی اینجا حضور دارن، من فکر نمی‌کنم دیگه کسی بخواد ماهیت ما رو به چیزی دیگه فرای اون ماهیت‌ها و ریشه‌های ایرانیمون که در اینجا واقعا حضور واقعا غیر قابل انکاری داره بخواد نسبت بده. خیلی ممنون. با سپاس از همگی و شاهزاده رضا پهلوی خیلی ممنون. همه خوش آمدید. آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارا دیارا عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهانی از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سرو سبز بی خزان، ای مهر تو در جان تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بردشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من، ایران من.
ظلمت تاریک شب مرغ سحر خانه من در حسم هم آزاده ای تنها تو تنها تو تنها تو ایران من اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است گویی لبانت را خدا روز ازل بوسیده است ای مرغ حق در سینت با شور خواب بیداد کن آواز خانه شب شکن بار دگر فریاد کن زان ظالم جار سیاد آشیانم داده بردار ای خدا ای فلک ای طبیعت شام تا دشت من باران تو در چشم من تابان تو ایران